بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقات بهتری در انتظارتون باشه، برنامه امروز رو شروع میکنیم. امروز هست اکتبر 19، یعنی 19 همه. اجازه بدین 2 و 3 و 4 و 5 و بعد 19 همه ماه اکتبر سال 2018 میلادی و برابر است با 27 مهر ماه 1397. هوا بسیار زیباست، درست عین پاییز ایران، پاییز شیراز که صبح که می‌خواستیم بریم مدرسه سرد بود، زور که می‌اومدیم هوا خوب بود، عصر که برمیگشتیم دوباره از مدرسه سرد بود. این هم از ماجرای هوای واشنگتن. جمعه است و امروز ساعت 4 بعد از ظهر برنامه شماره 200 آقای حسن ارشاد رو به شما نشون میدم که 2 ساعت برنامه است و ماجرای سفری که ایشون رفته و به دیدار دوستان بهایی خود رفته و با شما صحبت میکنن. ایشون در تلگرام، در یوتیوب، در بگید دیگه، در فیسبوک هم هستن، میتونید باشون تماس حاصل بفرمایید و مستقیما در برنامه هاشون شرکت کنید یا نظراتتون رو بگید، ایشون درباره شما صحبت میکنه. قبل از برنامه یه ویدیویی رو یه دوستی برای من فرستاده بود که آقای سوربی نگاه کن این ماجرای شاه حزب رستاخیز. چرا صدای ما اینجاست؟ اینقدر هم تأخیر داریم، یک لحظه صبر کنید. نمیدونم چی شد. بذارید ببینیم که کجا به کجاست. گاهی وقتا اجازه بدید صدای شاید باید این صدا رو قطع کنم، شاید درست میشه، حالا تکرار نشه. نمی 5 تا 6 تا انکودر، هر کدومش ستینگا و تنظیمات خاص خودش. ما هم که هی پیر و پیرتر میشیم و نمیخوام به دوستان پیر یا سالمند توهین کنم و بگم خرف میشیم، ولی حقیقتا اینه که دیگه مغز پر شده. امروز یه دوستی از من سوال کرد آقا نظرتون درباره آقای دادرس چیه؟ چیزی ننوشتم. دوباره نوشت که نظرتون چیه، ننوشتید. نوشتم من ایشون رو از طریق فیسبوک میشناسم، نه باهاش زندگی کردم، نه باهاش توی محل بودم، نه باهاش همسفر بودم، چند بار مصاحبه کردیم، بعدی از ایشون ندیدم. ولی خب شما که میخوای نظر منو بپرسی، اگه مثلا من بگم ایشون آدم خوبیه، شما میری زن و بچه، خانواده، پول، دارایی، ثروت رو میدی بهش؟ نمیدی که. فقط میخوای از من یه چیزی بپرسی، بعد بری بگی آقا سوربی اینجوری گفت. چه خانواده پول دارایی ثروت رو میدی بهش؟ عجب. اجازه بدیم ببینیم دوستان، این شاید اینجا گیلی بیلی شده، نمیدونم. اینجا 2 تا اسپیکر هست، بذارید من یکیشو در بیارم از کامپیوتر. شاید مال اینه. امروز یه دوربین جدیدی وصل کردیم. این دوربین، خب دوربینا بیشترشون میکروفون هم دارن، شاید مال اونه. ولی من چیز دیگه ای خبر ندارم که اینجا باشه. بذارید ببینیم، اینم آدیو سیتینگ، تلفن فرستادیم دیفالت، داره کار میکنه. 5 دقیقه و 15 ثانیه هم هست برنامه گذاشتیم. اینجا هم بذارید میکروفون رو ببندم، شاید این بوده، شاید این بوده، نمیدونم. در صورت ما فقط از این تصویر میگیریم. بذاریم ببینیم بازم هست یا نمیدونم. خلاصه دوست عزیز، شما هستید که اگر میخواین آقای دادرس رو انتخاب کنید به عنوان بادیگارد، مأمور سکیوریتی خودتون، خانوادتون، شما باید تحقیق کنید. شما هستید که اگر میخواین ایشون رو استخدام کنید برای اینکه مدیر شرکتتون بشه، شما باید تحقیق کنید. بله درسته، یکی از روش تحقیق اینه که از دوستان مشترک سوال کنید، ولی
از روزی که این سیستم های مجازی و دروغی، یعنی مجازی وقتی میگیم این سوشال میدیا و سایبر سپیس، اینا مجازی هم وجود خارجی نداره. اگه وجود خارجی داشت وقتی سوربی 9000 نفر روی مردم تیوی داره، 5000 نفر روی صفحه خودش داره، وقتی میگفت حمایت یه دفعه 14000 دلار اقلا نفر یه دلار میفرستادن. پس اینها اون ماجرای هرگز وجود حاضر غائب شنیده ای، اینها در فیسبوک و دلشون جای دیگره. خب درود، خوب شد اکو بود. یعنی چی؟ یعنی اون موقع که اکو بود خوب بود، یا حالا خوب شد که دیگه اکو نیست؟ بله. خب این ماجرا، این دوستمون که سوال کرد، اون ماجرای ویدیو آقای شاه، یه جایش میگه که دیده بودید خمینی میگفت دانشگاهی که دانشگاه نباشد این دانشگاه دانشگاه نیست، بعد مسخرش میکردن، بعد جوک ساخته بودن میگفتن مینیبوس بزرگتر از نمیدونم اتوبوس بزرگتر از مینیبوس از امام خمینی، یعنی یه چیزای واضحی رو این میگفت بعد مردم مسخرش میکردن. شما صحبتای شاه رو نگاه کنید، گوش بدید، وایستاده با نخست وزیر و اینها، براتون میذارم که فکر نکنید ما خدای نکرده قرض و مرضی داریم. والا بلا منم یه روزی مثل شما احساساتی بودم، متعصب بودم، نمیخوام بگم نادان بودم، دنبال این خانواده بودم، بعد به نظر خودم عاقل شدم، فهمیدم اینا با خودشونم خوب نیستن، فلشون کردم. حالا شما چه اصراری داری؟ بعد این دوستمون میگه منظور شما از این چیه؟ خانم عزیز، اصلا برنامه های تلویزیون قرار نیست منظوری داشته باشه. یه چیزی این میبینه برای اون میفرسه، یه چیزی اون میبینه برای اون میفرسه. منم چون دیدم شما خیلی طرفدار شاه هستید، اینو برای شما فرستادم که دو جا سه جا ببینید که این شاه سال 1973 وقتی با اوریانا فالاچی صحبت میکنه چه افتضاحی به بار میاره. ببینید وقتی صحبت میکنه با وزیر، ببینید که این شاه سال 1973 وقتی با اوریانا فالاچی صحبت میکنه چه افتضاحی به سیستم ما امروز اینجوری شده. فکر کنم اسپیکرمون را هم به عنوان میکروفون، شما میدونید که اون وقتا تلفونا وقتی میکروفونش خراب میشد اینجوری صحبت میکردیم، توی گوشی صحبت میکردیم دوباره میذاشتیم، اینجوری زغالی بودن میکروفونا. این فکر کنم الان داره از اسپیکر ما هم، از بلنگوی ما هم به اصطلاح استفاده میکنه و امیدوارم موقع چیز اینجوری نباشه. بذار اینو خاموش کنم حالا ببینم چی میشه. یه برنامه دیگه هم روشن بود اون زیر، حالا صدا رو باز میکنم ببینم دوباره صدا میاد یا نه، و نمیدونم، والا آدم میترسه یه دفعه، من دلم برای شما میسوزه که یه دفعه این صدای سربی نتراشیده و نخراشیده میاد تو خونه هاتون. فکر کنم اون بود، یه چیزی دیگه. برای شما میسوزه عجب، این صدای سربی نتراشیده و نخراشیده میاد تو خونه هاتون. نخراشیده فکر کنم اون بود، عجب ماجرایی. برای شما میسوزه، اگه اینجوری باشه ما نمیتونیم با آقای لادن برنامه داشته باشیم تا این عیب رو برطرف کنیم. اتفاقا ایشون اول گفت که دنبال کارهای سناریوی ویدیو هستن و اینها نمیان. ما ازشون خواهش کردیم که نه آقا بیا، این دوستانی مثل آقای مینویی و دیگران آمدن و چیزایی رو که میگن، دوستان میگن آقا اینجوری نبوده و شاه به اصطلاح مصدق نمیخواست شاه بشه. اگه شما صحبت از بیقانونی مصدق میکنید، خب هم آقای رضا شاه بیقانونی و با کودتا شده شاه، هم پسرش بیقانونی کرد، قانون مشروطه رو زیر پا گذاشت. در هر صورت نمیدونم، من یه دستگاه دیگر هم باز خاموش کردم، عجب فیلمی شده این ماجرا امروز و حقیقتا نمیدونم چه باید کرد. خلاصه و اما بله، اون جواب دوستمونو گفتم تو برنامه میگم. اون روز که ما راجع به دوستان حزب کارگر و اینها صحبت کردم، من از یه نفر که اینجا 15-16-17 سال پیش باهاش آشنا شدم و اونم دوست همین سعید بهبانی معتاد بود
اسم اونم تصادفاً سعید بود. حالا چون سعید کابوسی اینجاست، ما نمیخوام بگیم همه سعیدا یه جوری مثل که مشنگ هستن، ولی یه چیزشون میشه. خلاصه این سعید صالحی نیا واقعا دیوانه به تمام معنی بود، رفته بود رشته روانپزشکی هم خونده بود و یک خانمی هم داشت، بعدم اونو طلاق داد، یه زن دیگه گرفت و فلان اینها. بعد یه دوستی آمد گفت آقا این سعید صالحی نیا که شما میگی، این از بس بی تربیت و آتش به اختیار و اینها بود، حزب این رو اخراج کرد. بعدم برای من نوشت که خود ایشون مسئول حزب و اینها، سعی میکنم یا دوشنبه یا چهارشنبه با ایشون باشم. چرا؟ قبل از ایشون دوشنبه و چهارشنبه ساعت 2 بعد از ظهر رو به یکی از دوستان که امروز کشیک تو بیمارستان هست گفتم شما انتخاب کن، منتظر اون هستم. آسیاب به نوبت، اول اون به من بگه کدام یک، اون یکی که باقی میمونه به اون دوستمون بابک خان بگم شما اون روز بیا و باید یک مقداری چیز باشی. آقای رحیم نگهبان میگه آقا گرفتار جعفر جنی شده ای، صدا ضبط میشود و ظرفیت فلشه کم است، در حال اتومات پخش میشود. آقا شما خیلی تکنیکالی صحبت میکنی، بذار من این ریکوردینگ رو اینجا خاموش کنم. حالا چی؟ حالا ببینید بهتر شد، چون با یکی ببینید فیس تایم هم ضبط میکنه هم پخش، ببخشید هم پخش میکنه هم ضبط میکنه، او بی اس هم پخش میکنه برای یوتیوب و ما ازش استفاده نمیکنیم برای ضبط کردن، انکوردر برای مردم تیوی دات کام هم پخش میکنه هم ضبط میکنه. اینه که وقتی 3-4 تا ضبط رو با هم روشن میکنه، اینها بعضی هاشون با هم دعوا مثل همون ماجرای دو پادشاه در گلیم در اقلیمی نگنجند، ولی 70 تا سوربی 70 تا درویش در گلیمی بخسبند، اینجوریه. جعفر جنی که گفتیم ما یه شریکی داشتیم سال 1986 که ایشون همکلاسی هنرستانی من بود از ایران، بعد وقتی ما آمدیم آمریکا این گفت من چقدر خوشحالم که آمدی آمریکا، بیا بریم شریک بشیم و یه مغازه‌ای باز کنیم و چشمتون روز بعد نبینه. رفتیم یک مغازه‌ای باز کردیم، من و اون و داداش بزرگتر من 3 تا شریک، 3 تا 33% و این در عرض 6 ماه بلایی به سر ما آورد که ما شب به در فرار کردیم، گفتیم آقا نخواستیم و هنوز هم دوستیم. الان کالیفرنیان هر وقت هم میاد اینجا سعی میکنیم همدیگه رو ببینیم، یه آبجو هم با هم بنوشیم، ظرفیتش همون یه آبجو. خب مثل که صدا قطع شد، حالا شما به من بگید شما اونجا صدا چجوریه؟ ما میتونیم ساعت 3 با آقای امیر حسین لادن باشیم یا نه؟ ولی بریم سراغ این دوستمون آقای حسین مشعشع که ما این همه ازش تعریف کردیم، گفتیم یکی از اونایی که با وجود این که طرفدار پادشاهی است و دنبال سلطنت هست ولی شاه اللهی نیست، مثل حزب اللهی ها نیست، ولی به نظر میرسه اون 15 سال پیش که من دیدمش بهتر از الان بوده و الان 15 سال چون بیشتر با شاه اللهی ها گشته، مرض مصری اونها هم بهش سرایت کرده. کیه این آقا؟ حسین مشعشع. توی فیسبوک اسمش چیه؟ فرانک مش، ماش، M O S H. و این آقای مشعشع ما اون روز دعوتش کردیم، وقت گذاشتیم بهش، هم میگیم آقا ما میخوایم از شما چند تا سوال کنیم، ما همه خوبی های حکومت شاه رو میدونیم، شنیدیم دیگه، مردیم از بس تلویزیون های کالیفرنیا به ما گفتن که چقدر اون خوب بوده و چقدر ما ملت احمق. البته بنده که انقلاب نکردم، بنده مأمور حکومت نظامی بودم، شما اگه انقلاب کردین احمق، ولی حالا بیا شما به ما بگو این همه خوبی اشتباهی هم داشته یا نه. هی ایشون میگه من اینجا فعالیت میکنم تو IAP، گفتیم ای کاش شما تو IPA Indian Pale Ale هست یا آبجوی هست توی اون فعالیت میکردی. آقای اکبری میگه خوبه، تا شما نگفتی خوبه ما قبول نکردیم. آقای اکبری میگه نرمال شد. همون دیدم اینجا این OBS هم اگه تو کارهای ویدیو هستید دوستان امتحان کنید، برنامه بسیار خوبی هست، بهش میگن Open Broadcasting یا سیستم یا هرچی، و
مجانیه، اگه دوست داشته باشید میتونید بهشون یه کمکی بکنید، ولی پولی ازتون نمیخوان. پروگرام خیلی خوبیه، مخصوصا برای اونایی که گیم بازی میکنن و میخوان گیمشون رو شیر کنن با دیگران. خوشحالم که این درست شد. ممنونم که شماها مثل کارگردانان فنی صحنه هستید. اینم از این ماجرا. ماجرای آقای منصور حکمت، جنبش دانشجویی، جنبش کارگری. چون به یه دوست دیگه گفتم در برنامه من در این مورد صحبت میکنم، ایشون نوشته بود آقای سوربی اینهایی که تظاهرات میکنن توی کانادا چون چپ و کمونیست هستن شما باشون مخالفین؟ گفتم والا ما نفهمیدیم. این ایرانی ها و تعریف چپ، این ایرانی ها و تعریف کمونیست، این تخم لقی کشرا در دهان ملت نادان شکون، خودش هم نفهمید که این تخم، حالا میشه املت، این میشه نمیدونم تخم مرغ نیمرو، یه چیز الکی درست کرد. آقا خانم چپ، دموکرات ها اینجا چپ هم. توی انگلستان هم میرن میشینن طرف چپ مجلس، هیچ ربطی به کمونیست نداره. کمونیست اصلا اون وجودش، اون 70 سالی هم که لنگ لنگان آمد، دیدید که ذوب شد رفت، الان از کپیتالیست ها کپیتالیست دارن. من هیچ مخالفتی با اونا ندارم دوست عزیز، چون نمیشناسم. وقتی کسی رو شما نمیشناسی، مثل اون داستان آقای دادرس، وقتی من ایشون رو نمیشناسم، شناسایی کاملش ندارم، طبق تعریف خودش میدونم ایشون تو ارتش بوده، توی شهربانی بوده، توی ارتش ایران بوده، توی گارد شاهنشاهی بوده، همین. چه چیزی دارم که بگم براش؟ وقتی من کمونیست نبودم، کمونیست رو نمیشناسم، کمونیست رو نخوندم، فلسفش رو نمیدونم، چه چیزی دارم که بگم؟ ولی اون چیزی که من میگم اینه، آقا اگر راننده های ایران در جاده های ایران به خاطر لاستیک، به خاطر تایر اعتصاب میکنن، شما که تو کانادا نشستی نون مفت سوسیال میخوری بهشونم فوش میدی، میگی اینا احمق. ببین همسایه من کرخر ساعت 4 صبح بلند میشه سر کار، من اینجا میشینم میخورم تا شب، اون وقت اون باید بره پول من خرج من، میدونی دیگه اینجوریه که شما اگه داری از دولت پول میگیری، اون همسایه که داره میره سر کار داره پول شما رو میده. خب من میگم شما وجه مشترکی با اون راننده نداری، همون جوری که همشهری های خود من شیرازی ها دانشجوها برداشتن اومدن نوشتن دانشگاه نمیدونم پولسازی. نه میگم آخه احمق، حالا همه مشکلات دنیا حل شد، مشکلات شهرت حل شد، فقط مونده این که تو میخوای بری دانشگاه و دانشگاه باید پول بدی. آقا اولاق جون، همون موقع هم اشتباه بود، همون موقع هم دبیرستان از ما شهریه میگرفتن ولی دانشگاه مجانی بود. دانشگاهی که از هر 100,000 نفری 1,000 نفر میتونست بره مجانی بود، ولی مدرسه که همه باید میرفتن شهریه میگرفتن. اصلا سیستم غلط بوده، خراب بوده. خب آمریکا، به این آمریکاییش دانشگاه شما باید پول بدی بری دانشگاه، نداری نرو. بعد شما وقتی خودتون می‌نویسید 70% از دست فروش‌های کنار خیابان ایران و تهران و شیراز و شهرهای بزرگ دکترا دارن، خب ببخشید آخه کر خر، می‌خوای بری دکترا بگیری برای چی؟ بیای برای دل ننت بشینی؟ خب اون 7 سال 8 سال 4 سال 5 سالی که می‌خوای بری درس بخونی، برو از روز اول بنایی، آهنگری، جوشکاری، مکانیکی بیار، به این پدر مادرت که 18 سال 20 سال خرج تو رو دادن کمک کن. دروغ میگیم آقا، چون دروغ میگیم مشکلمون حل نمیشه. این سعید کاووسی هم میگه برید تو آینه نگاه کنید. البته میگم یه جایش اینم مثل منه دیگه، نمیتونه خودش کنترل کنه، اعصابش داغونه، حالا که دیگه دندونش هم درد میکنه، وا ویلا. میگه من نگاه خودم میکنم میبینم من هیچ گویی نشدم. گفتم آقا شما اختیار داری، شما خیلی هم گویی. به دوستان بعض وقتا میگم آقا هر کی اومد آمریکا یه گویی شد، ما همون آقایی که بودیم هستیم. خب دوستان عزیز، جمعه هست و اجازه بدید که چون ما ایرانی ها هر وقت میشینیم صحبت از کوروش میشه، صحبت از هخامنش میشه، صحبت از زرتشت میشه، یه دوستی برای من یه چیزی فرستاده، بعد بذارید براتون بخونمش. خدا وکیلی من نمیدونم این دوستان تو مغزشون چی میگذره، میخوام براتون بخونم ببینید چی نوشته. ایشون نوشته فقط آخرین حرف
و تشکر از شما. سه حرف آخر کوروش: تابوتم را پزشکان حمل کنند. فقط آخرین حرف و تشکر از شما. این دیگه یه چیزی definitely wrong که میره بعد یه دفعه شروع میکنه صحبت، نمیدونم استارت ریکوردینگ هم خاموشه، اونم خاموشه، اینم خاموشه. فعلا حالا این صدا رو میبندیم، خدا کنه بر برنامه آقای لادن اینجوری نشه. در هر صورت تابوتم را پزشکان هم کنن تا همه بدانن هیچ طبیبی نمیتواند جلوی مرگ را بگیره. این همون کوروشیه که در کشور یونان و اینها سرشو بریدن و خونین و مالین فرستادنش ایران، یا یه کوروش دیگه است. و اون وقتا هم وصیت می نوشتن، بعد اون وقتا هم این دربار اینقدر پزشکان داشتن. باش قبول، تمام طلاهایم را در مسیر حرکتم بریزید تا مردم بدانند مال نتوانست نجاتم بدهد. یکی بگه اولاق تا زنده بودی میخواستی به فکر این باشی، و الا الان که مردی دیگه این طلاهات رو بریزن در مسیر چه فایده داره؟ طلاهایی که با زور از مردم گرفته بودی، طلاهایی که باعث شده بود کشورهای دیگه چشم طمع به مال و اموال دولت ایران پیدا کنن و حمله که میکردن برای این تاراج طلا و ملا و اینها بوده. برای که ما فکر نمی کنیم چی داریم میگیم. حالا از همش دیگه بهتر میگه وای 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 که دوباره خراب شد. نمیدونم والا این چیه. ما وید بلستر اون روز یادته آقای اکبری این علامت رو آورده بود اینجوری به شما نشون میداد، بذارید من بهتون اینو بیارم پایین، اینجوری نشون میداد، یه علامت روش بود، ورداشتیم دوباره به اصطلاح چیز کردیم، اینستال کردیم، و به قول اینا میگن فرش اینستال. حالا چرا اینجوری شده من نمیدونم. میخواین اون تلفن اونو خاموش کنیم، شاید اون دستگاهه باشه، چون من از این سیستم اینها ناراضی هم، این سیستم جدیدشون. به اون خانم مری هم گفتم مری جان به مریم مقدس قسم این سیستم شما به پای آدیو ناو نمیرسه. و اما بریم سراغ کوروش کبیر. دستهایم را از تابوت بیرون بگذارید تا بدانند که باید با دست خالی رفت. میگم آخه خانم عزیز، این آقا کوروش ما زرتشتی بوده. زرتشتی ها اصلا آرامگاه ندارن، زرتشتی ها قبر و قبرسون ندارن، زرتشتی ها میبرن میذارن بالای تپه بالای کوه، پرنده ها میان میخورن تموم میشه میره. یه دوستی براتون گفتم، گفت شما یه چیزی بنویسید بذارید توی صفحه خودتون دور میزنه. دیدم امروز یه آقایی، فکر کنم آقای رجبی بود، یه چیزی گذاشته بود: چشم‌ها را می‌بینید چقدر با هم دوستند، هم دیگر را نمی‌بینند، ولی این پلک می‌زند اون پلک می‌زند، پیاز کات می‌کنی اشک از چشت میاد. اینها 2500 تا لایک خورده. ولی شما بیا اینجا بگو آقا خانم یک هم شهری احتیاج به بونمروی مال مغز استخوان داره، هیچ کاری هم نداره، یه چیز اینجوری مثل گوشپاک کن ولی میکنید تو دهنتون میفرسین، اگه چی بود یکم میرین نمیدونم خون میده تا اینها، دو نفرم باهات تماس نمیگیره. خب این ماجراهای فیسبوک و اینا نمیدونم والا اصلا اینقدر آدم مغزش گرفتار میشه یادم رفت که چی میخواستم بگم. در هر صورت آها، شما یه چیزی مینویسی که مثلا با همدیگر خوب باشید، مهربانی کنید، یا مثلا سعدی گفت با دوستان مروت با دشمنان مدارا. این دور میزنه برمیگرده سه روز دیگه میاد دست شما، شما میبینید اینو نوشته گاندی گفته، میبینی گفته گوته گفته، شاعر نمیدونم آلمانی گفته. میگه آقا این که خود من نوشتم، بعدم تازه من امانتداری رو رعایت کردم نوشتم، سعدی گفته، شما چی دارین میگین؟ ولی اینجوریه که هست. خب ببینیم که چیه، خرابه هنوزم یا درسته. بله نمیدونم، اتفاقا امروز صبح
با آقای احمدعلی مسعود انصاری صحبت میکردم راجع به اون برنامه هایی که مثلا بعضی ویدیوها 100,000 تا میبینه، بعضی ها میبینی 500 تا. گفتم آقا من سیستم اینا رو نمیدونم، خودشونم نمیدونن. شما یوتیوب لینکش رو برمیداری میذاری روی فیسبوک، من اگر بیام توی فیسبوک نگاه کنم آیا یک شماره به یوتیوب اضاف میشه یا فیسبوک اینو برداشته گذاشته توی سیستم خودش و از اونجا به من نشون داده؟ یه مدتی بود یوتیوب به 300 که میرسید قفل میشد، نمیرفت بالا. همه اعتراض کردن آقا چیه اینا؟ گفت آها ما اینو گذاشتیم سقف، به اینجا که میرسه میایم حالا کنترل میکنیم ببینیم طرف خودش داره هی کلیک میکنه یا مردم. یکی باید بگه خب احمق، شما اون موقع که یکی بود، دو تا بود، سه تا بود میخواستی کنترل کنی، حالا که شده 300 تا میخوای کنترل کنی همشون اینا. شما ببین وقتی میری یه جا کار کنی، اگه اون قسمتی هستی که یا کاستومر سرویس یا تکنیکال سپورته، اولین چیزی که بهت یاد میدن اینه که میگن تا مشتری زنگ زد اصلا فکر کن بابات مرده، شروع کن همراهش گریه، زاری، همدردی، I'm so sorry، نمیدونم یا I understand. اصلا اینجا میگن وقتی میگن خودتو جای اون بذار، میگن خودتو بذار تو کفشش. خب خودتو بذار این his shoes. بله من میدونم، حتما میگه الان مدتی خوبه. خب تو رو خدا به هموطنان بگید رأی بدن، اگه میخوان مدیکرها و مدیکالها قطع نشه باید رأی بدن. امروز جمهوری خواهر گفتن که میخوان همه رو قطع کنن. نه عزیز من، خانم همدیار، به این سادگی هم نیست، شما گول اونا رو نخور. بله از این که این ریپابلیکن ها یا جمهوری خواه ها مخصوصا در همین ایالت استان پایین ما کجاست، اتلانتیک، آقای اومده خودش که الان میخواد برای سری بعدی انتخاب بشه، خودش هم مسئول انتخاباته، آمده نگاه اعداد و ارقام کرده، دیده گفته اگه من اینایی رو که بگم اسمشون با کارتشون یکی نیست رأی ندن، 75%شون سیاه و دموکراتن، پس اینا رو میکنیم بیرون. از این که این پدر سوختگی ها هست هست، ولی همین آمریکایی که من و شما داریم داد میزنیم ای وا مصیبت ها حوار بیان شالاتان ترامپ آمده همه چی رو خراب کرده، به اونجا هم نرسیده هنوز، برای که سیستمش رو اون فورفادرز یه جوری گذاشتن که یک چکن بلنسی توش هست. همین امروز یا دیروز بود که سنای اینجا گفت آقا گور پدر این 110 بیلیون دلار اگر اینو عربستان سعودی کشته باشه این آقای قاشقچی، ما بهشون اسلحه نمیدیم، شما اسلحه میدید دست اینا، بره یونان، ببخشید بره یمن. یمن الان قحطیه، فمن یعنی یه قحطی، 10 میلیون نفر گرسنگی دارن میکشن. ولی اون آقای مذهبی هست مال کلاب 700 چیه تی وی نمیدونم فلان، آمد گفت که حالا اگر یه نفرم کشته شده باشه برای 110 بیلیون ما نباید خیلی گیر بهش بدیم. دیشب اینجا مسخرش میکردن، دیشب گفت که این موسا وقتی که از کوه چیز آمد پایین، این 10 فرمان که نوشته بود آدم نباید دزدی کنه، آدم نباید آدم بکشه، اونجایی که نباید آدم بکشه یه ستارهای کوچیک میذارن، بعد این ستاره توضیح میده. مثلا دیگه فارسی دیدید هر کی حرف میزنه مینیسه فرتور یه ستاره میذاره بغلش، شما باید بری اون پایین ستاره نگاه کنی یعنی عکس میذاره، نمیدونم کدبان باید بری اون ستاره نگاه کنی یعنی آقا. بمانه یه ستاره گذاشتن پهلو 10 فرمان موسا، گفته که خدا گفته آدم نکشین مگر اینکه ماجرا سر 100 بیلیون دلار باشه. البته میگن 100 بیلیون دلار نیست، دروغ میگه این آقای ترامپ شارلاتان، و از ترامپ شارلاتان به جز دروغ انتظاری نیست. الان خودش و خانوادهش مثل گوشت که میندازین تو روغن دارن جزغاله میشن. 50 ساعت وکیلی که 12 سال نه تنها وکیل این بوده، شعبون بیمخش بوده، جاکشش بوده، پا اندازش بوده، فیکسرش بوده، کارچاک کنش بوده، 50 ساعت رفته تو دفتر بازرس مخصوص و برای اونا توضیح داده که اینا چجوری کلا سر هم میذارن، چجوری چه کارهای انجام میدن فلان. خب یه همچین آدمی که 72 سال عمرش از 3 سالگی باباش به این درس بد بودن یاد داده، حالا شده مسئول و
ولی مجلس سنا گفته نه. البته بازم میگن راههایی داره، از اون برم عربستان داره دست و پا میزنه. از همه اینا مهمتر این که یه نفر که چه کنم، ریل نیوز داره میاد بیرون که آقا خانم این آقای خاشقچی هم خیلی بهتر از اونا نبود. یه دوستی نوشته بود آقا خانواده پهلوی فقط یه علیرضا توش خوب بود که اونم سرشو کردن زیر آب. گفتم نه آقا، اونم همچین طلای پاکی نبود. چیزی که هست انقدر نموند که محک بزنی بهش ببینی چقدر توش مس داره، چقدر توش نمیدونم ناخالصی داره. و همون آقا علیرضا چند نفر رو حامله کرده، چند تا بچه این ور اون ور داره. بعدم دادگاه ماجرای کشته شدن یکی از دوست دختراش قرار بود بره دادگاه، چون اینا آدمای ضعیف و نفسی هستن، آدمای قوی نیستن، همون ماجرای ارث پدر فرار، تا به مشکل رسیدی فرار، ایشون هم خودکشی کرده. حالا بعضی ها میگن خودکشوندنش، من نمیدونم، اونجا نبودم. بله، خانم بردی احمدیان میگه ایرانی ها به تنها چیزی که اهمیت میدن مدیکال و مدیکره، بگید به خاطر این جریان هم که شده برن رأی بدن. خب دوست عزیز، وقتی من نمیدونم که اگر رأی ندن مدیکال و مدیکر از بین میره، مخصوصا توی کالیفرنیا شما یه چیز دیگه دارین به نام مدیکال، مال کالیفرنیاست، من نمیتونم بگم، ولی شما اگه میخواین بگین زنگ بزنید نوار ضبط کنید، من پخش میکنم که اگه کسی گفت بگم خانم همدیار گفته. من نمیدونم، اینجایی که من هستم تا همین امروز نتونستن اون هلتکر اوباما رو از بین ببرن، و با وجودی که این شارلاتان هی گفت دیدید من از بین بردم، حالا خودش تبلیغ میکنه میگه دیدید من از بین نبردم، مردم اصلا بیخیال شدن، زدن به سیم آخر. و همیشه تا بوده و نبوده خانم همدیار گرامی، میدترم انتخابات اونجوری که مثل معمولی هست مردم شرکت نمی کنن. تازه همون معمولیش امریکایی ها 30% میرن شرکت میکنن. چرا؟ چون این احمقا هنوز گذاشتنش روز سه‌شنبه. شما میدونید چرا گذاشتن روز سه‌شنبه؟ برای که اینجا انقدر مذهب قدرت داره، گفتن خب یه شنبه که مال کلیسا، دوشنبه هم کسی که رفته کلیسا باید بره کار کنه، سه‌شنبه سوار اسب بشه و گالسکه بیاد شهر رای بده. مال اون موقع بوده و هنوز که هنوز سه‌شنبه است، ولی تو تمام کشورهای درست حسابی اون روز رو یا میذارن انتخابات یک‌شنبه یا اون روز رو تعطیل، کلن تعطیل میکنن. حالا اینجا جوک ساختن، میگه آقا تعطیل کنن تا مردم بره رای بدن. جوک ساخته بود، میگه خب حالا که ما تعطیلش کردیم چرا نیومدی رأی بدی؟ گفت مگه من دیوانه هستم که روز تعطیل رو بیام رأی بدم برای رأیی که میدونم این رأی‌ها رو اینا با پول خریدن؟ و راست میگه، اینجا با پول خریدن. یه احمقش دیروز رفته اینجا تو زندان، مال همین ویرجینیا هست، خواسته حالا تبلیغ کنه به زندانی‌ها، گفته شما فکر میکنید شرایط شما بده؟ شما نمیدونید من که الان اینجا وایسادم 5 میلیون دلار بدهکارم به خاطر آگهی‌ها. یکی بهش گفته خب اگه من مجبوری کار خرطا هم بیه برای ما اینجا نون مجانی بخور، سالی 60,000 دلار هم خرج بذار رو دست تکس پیرا. بله، میگه امروز صبح چاک شومر در برنامه صبح جو در MSNBC گفت میخوان قطع کنن. خب نقل قول آقای چاک شومر. این چاک شومر هم یه آدم بیحالیه، اگه بیحال نبودن تا حالا 100 بار این ماجرای ترامپ رو آمده بودن عنوان کرده بودن و اینو کله پا کرده بودن. دوستان عزیز، خانم بدری احمدیار میگه اگر میخواین مدیکل و مدیکل و مدیکیرتون رو از دست ندین، یکیش مدیکید هست، یکیش مدیکیر هست، یکیش مدیکل هست، برید رای بدید. و بهتونم نمیگه به کی رأی بدید به کی رأی ندین، ولی خب میگه ریپابلیکن ها میخوان قطعش کنن، پس شما اگه میخواین اونو داشته باشید باید به دموکرات ها رأی بدین. یادتون باشه دموکرات ها هر وقت میان ماجرای اینه که تکس بالا میره. خود من این دفعه که دارم میرم 6 نوامبر همه رو به دموکرات رأی میدم، ریگاردلس هر قدم تکس بره بالا بره بالا، ولی تنها امیدم اینه که فردایی که اینا رفتن مجلس اونجا بشینن صحبت از ایمپیچمنت باشه. و اما آقای ترامپ توی مونتانا
دیشب برنامه داشت. مردم خوشذوق اون شهر رفته بودن بالای تپه که یک کلمه ام هست احتمالاً برای مانتانا، این ورانورش حرف اضاف کرده بودن این پیچ. این پیچ همون استیزاه خودمونه. این ورم نوشته بودن لایه، یعنی دروغگو رو استیزاه کنید بیارید پای میز محاکمه یا توی مجلس. و این وقتی با هواپیما رد می شده اونو دیده. چیزی که هست این عادت داره، این آدم پررو. ببینید، ببخشید من اینو میگم، شما تو ایران مثلا اگه وای میسادی میخواستی با یکی دعوا کنی، پدرت مادرت اگه همراهت بودن میگفتن مگه تو احمقی، این فلان فلانه، یعنی خودتو با این. اینم ترامپ همینه. ترامپ الان اومده ماجرای این گرم شدن هوا و اینا رو میگه که من عموم پروفسور دانشگاه MIT دیگه میشه، نه؟ بله MIT، گاهی وقتا اشتباهی من میگم IMA یه چیزی، بله ماساچوست، آره دانشگاه این بوده و من هیچ وقت درباره گرم شدن محیط زیست و اینا باهاش صحبت نکردم، ولی خب من چون عموم پروفسور بوده منم یه کمی اون حس شیشم و اینا رو دارم. بعد میگن آقا اصلا عموی این آقای پروفسور جان ترامپ رشتهش برق بوده، مثل بنده که الکتریسیته خوندم اونم برق خونده بوده، اصلا کاری به محیط زیست و اینا نداره. و دیشب باز یکی دیگه داشت اینو مسخره میکرد. این برنامه های شب رو ببینید، دیلی شو، لیت شو، لیت لیت شو، تونایت شو، جیمی کامل، اینا رو ببینید، اینا خلاصه و فشرده اخبار رو به صورت طنز به شما میگن. از صبح تا شب هرچی اعصابتون خرد شده، شب اقلا اینا یه لبخندی به لبانتون میارن و زندگی رو یه مقدار آسان‌تر میکنن. این آقای تراور نو آمد گفت که من اینا میگن باید برای این قاشقچی بازم صبر کنیم. چه صبری آقا، این دوم عکسش هست، فیلمش هست، قدم زده رفته تو سفارت. بعد از دوم امروز 19 دیروز 18 16 روز گذشته، بعدم ما داریم میبینیم یکی با نمیدونم اره استخونبری رفته اونجا، یکی اون رفته، یکی اون رفته که آدم کشه مال آقای بن سلمانه فلان، اینا از اینا بپرسین چی شده، ناگفته نمانه. یکیشون با ماشین تصادف کرده مرده از این 15 تا، حالا 14 تای دیگه فکر کنم سوار ماشین نمیشن، فعلا پیاده میرن تا یکی یکی زیر پل نمیدونم این ور اون ور یکی یکی نابودشون کنه. بعد این ترور نوا گفت که آقا اصلا لازم نیست تحقیق کنید، من میدونم که اینا کشتن. و آقا حتما شما میگید آقا مگه شما کاراگاهی، مگه شما FBI هستی که اینجوری با اطمینان صحبت میکنی؟ من نیستم، ولی خب عموم کاراگاهه. مسخره میکنن. دیروز یه آقایی که تو CIA یا تو FBI بوده اصلا دیگه تو برنامه تلویزیون آمریکا گفت یه کسی باید به این ترامپ بگه you move your fat ass، که اونای دیگه همه اینجوری چشماشونو باز کردن. و من اصلا تعجب نکردم، گفتم چجوری اون میتونه مردکه خواننده رو بیاره توی دفترش صحبت کنه از مادفاکر و بیگ اس و فلان اینها، خودش به هر کسی هر فوشی میخواد بده، ولی مردم انتظار داشته باشه که با اون محترم صحبت کنن. حالا برگردیم باز این ماجرای هر جا دور میزنیم میرسیم به این شاه اللهیا و طرفداران پادشاهی. آقای حسین مشعشع وقتی مهمون من بود هر چی ما میپرسیم یه چی دیگه حرف میزنه، بعدم که صحبت میکنیم میگه شما اجازه ده من اینو بگم، من میخوام از یه کسی مثل آقای مجید، و دوتا مجید داریم، اینا این تیکه رو بردارن ببینن من چند دقیقه حرف زدم توی این 30 دقیقه، مثلا ایشون چند دقیقه حرف زده، تا به این بگین شماها اشکالتون اینه که نادانین، بلد نیستید حتی بیان یه جایی صحبت کنین. من به تو میگم آقا تو 3 دقیقه حرف بزن، من 2 دقیقه، حالا از این ساعتا نه، ساعتایی هست که بهش میگن مثل کرنومتر اینجوری میدوه، یا توی شطرنج استفاده میکنن یا توی مسابقات شنا و دو و اینها، از اون ساعتها استفاده میکنیم. شما بیا حرف بزن، من میام حرف میزنم. شما اگه اومدی حرف زدی، مردم از حرفای خودت فهمیدن چقدر شما بی خود حرف میزنی،
آقای حسین مشرش از من چرا دلخوری؟ من که دستت رو نپیچنده بودم، من که حرف تو دهنت نذاشتم، هرچی حرف زدی این حاصل 15 سال چیزای توی مغزته که حالا ما میکروفون دادیم بهت تو حرف زدی. چیزی که هست اینجا چون برنامه زنده است دیگه ادیت نمیتونی بکنی، نمیتونی برگردی بگی آقا اینجا که من گفتم در زمان شاه همه چی خوب بود، در زمان شاه حزب مشروطه حتی ارگانیزیشن نداشت و اینا، دیگه شما نمیتونی کاتش کنی. صحبت از شاه شد، بریم من این ویدیو رو بهتون نشون بدم خیالم راحت بشه، چون این دوستمون گفته آقا منظور شما از این ویدیو چیه. منظور من دوست گرامی این هست که این شاهنشاه اسلام پناه رو به مردم به خوبی نشون بدیم که اون دروغایی که شما میگی، آقای نمیدونم پرویز قاضی سعید میگه، آقای میبودی میگه، اون آقای مهرابی کیه اون میگه، اینا میگن، بگیم بابا نبوده، اینا دارن دروغ میگن. شاه و پدرش 57 سال این مملکت رو داشتن، پول نفتم یا به حساب پدرش میریخ یا به حساب خودش رو به حساب دولت، همه چی دست خودشون دوتا بود، مملکت رو گند زدن دادن دست ملاها و رفتن. اینو میگی. حالا اینجا نوشتم دقیقش بذارید از اولش بهتون نشون بدم، بعد میبرم جلو، این نوارم آخر برنامه میذارم اون قسمت فیسبوک، همین فیسبوک لینکش رو روی یوتیوب هم تو قسمت دیسکریپشن یا توضیحات براتون میذارم. اینجا زیر این نوار نوشته شاهنشاه اسلام پناه، با هم گوش میدیم بعد من براتون میبرم که اونجا جلو. بله، میگه که اول از شومر بپرسید از کجا میداند، بعد شایعه او را تکثیر کنیم. آقای بابک هروی، سلام میکنم به ایشون، خوشحالم که با ما هستن. بعد میگن که آقای هروی با شما حرف نمیزنم، با آقای سوربی حرف زدم و ایشون خیلی منطقی جواب دادن. شما دعوا داری؟ نه والله دعوا نکنی، شما دوتاتون تو کالیفرنیا هستین و دعوا بده، دعوا خوب نیست. خب این آقای شاه، ببینید بشنوید. شهریار ایران در یک کنفرانس تاریخی با اعلام تشکیل حزب رستاخیز بر بنیاد نظام شاهنشاهی، قانون اساسی و انقلاب شاه و ملت، راهی تازه در برابر ملت گشودند. حالا این درست میگه؟ حزب رستاخیز بر اساس قانون اساسی بود، بر اساس رأی ملت شروع شد. بعد این شاه کم سواد نادان میگه این حزب هایی که ما داشتیم، حالا حزب ایران نوین بوده و حزب ملت بود، حزب مردم بود، هر کوفتی بود، میگه این حزب ها منافع خارجی ها رو چیز میکردن. خب پس تو کجا بودی اولاق؟ داشتی میچریدی اون موقع؟ تا حالا چرا حرف نزدی؟ کسی که خودش تو کتاب نوشته دیکتاتورا فقط تک حزبی را میندازن، حالا که تک حزبی را انداخته، ببینید آدم های مفتخور چاپلوس اینا چی میگفتن، بادمجون دور قاب یه چیزی میگفتن، اینا ببینید چه حرفا میزنن و اونم چه پوز فکر میکنه که مغز کله. ببینید گوش کنید. مرامنامه و اساسنامه حزب رستاخیز در کنگره ملی به تصویب ملت رسید. محمد رضا احزاب قبلی در... میگه در کنگره ملی به تصویب ملت رسید. یعنی چی دوستان؟ مگه ما مجلس نداشتیم؟ مگه ما مجلس شورای ملی نداشتیم؟ اگر قرار چیزی هم به تصویب برسه، اونجا نمایندای مردم هستن که همون نمایندهاشون هم که همشون اینایی بودن که اینا نصب کرده بودن، منصوبان اینها بودن. آقای مشرش عزیز برادر، کار از ریشه و اساس خرابه. این آقای رضا پهلوی میدونه، این آقای رضا پهلوی یه مشت مشنگی مستور و خلوچل گیر آورده، داره میچرخونه دنبال خودش، ولی چرا خودش نمیاد حزب را بندازه؟ چرا خودش نمیاد جنبش را بندازه؟ چرا خودش یه فراخوان را نمیندازه؟ میدونه که کسی نمیره دنبالش. اگه میرن شما بهش بگو مردک، مردم منتظرتن، چرا نمیای جلو؟ اگه شما جرأت نداری به این بگی، خب این چه دست میشد همون دیکتاتورشیپی که. حالا گوش کنید، اینا رو داشته باشی. ایران را منحل کرد و یک حزب واحد و فراگیر تشکیل داد. اعلام کردی از این پس
همه باید به عضویت این حزب جدید در بیاید و اگر کسی مایل نبود میتواند به شوروی برود. ببین کدوم رهبره یه مملکت میاد بگه شما اگر توی این حزب نباشید برید شوروی. حالا بعد این فیلم رو نگاه کنید ولی من ببرمتون دقیقه 6 و 4 این برای آقای مشعشع که گفت آقا در زمان شاه همه چی خوب بود، ما احتیاج نداشتیم. من این ویدیو رو قبلا دیدم ولی یه بار دیگه نشون میدم برای اینایی که نمیدونن و چون نمیدونن فکر میکنن دیگران هم نمیدونن، یا این که میدونن چون شارلاتان و پدرسوخته و احمق هستن فکر میکنن مردم نادانن، خودشونو میزنن به نادانی. گوش بدید ببینید راجع به گرانی و گرانفروشی اینجا چی میگن. من پیامهایی دریافت میکنم، پیامهای مذهبی. با وجود افزایش درآمدهای نفتی ایران، گرانی در داخل کشور منجر به افزایش نارضایتی شده. کسی که گران میفروشه به نوبه خودش شاید به مراتب بیش از اون که گران فروخته باید گران بخره. من میتونم بخرم ولی من میخرم. اصلا قیافه این بیچاره هویدا رو نگاه کنید، از این جمله‌ای که شاه گفت میگه این چی داره میگه؟ کسی که گران میفروشه خب خودش به نوبه خودش باید گران بخره. یعنی چی؟ حرف خمینی، دانشگاهی که دانشگاه نباشد این دانشگاه دانشگاه نیست. خب مرد ناحسابی میخره گرون میفروشه، اگه گرونترم خرید گرونتر بیشتر میفروشه بیشتر. حالا ببینید این خانم که مال دوره خمینی نیست که بفهم گرونتر بیشتر میفروشه بیشتر. حالا تا وقتی که زور ببینید این خانم که مال دوره نیست که شوهر مریضم هم نمیدم خودم هم نمیخواد. وضع بازار اتومبیل در حال حاضر چطوره؟ الان به صورت سابق نیست، یعنی میتونم بگم خوب نیستش. علتش چی هست؟ علتش چند تا مسئله هستش که اینا باعث این به اصطلاح خراب بودن بازار میشه. یکی این که الان اتومبیلا از قیمت سابق خیلی تفاوت کرده، یعنی یک اتومبیلی که مثلا در سال 74 بوده 100 تومن الان شده دوبل اون قیمت، یعنی 200,000 تومان. شما خودتون جز کسایی بودین که میوه گرون شده و تحریم کردن. بله بله. الان بازم حاضرین شما؟ بازم حاضرم واقعا. بله عید حتی من برای من میوه نخریدم، فقط یکی روزی من برای عید ندوسته پیدا کنم. مگه میشه؟ مگه امکان داره مردم گوشت نخورن؟ خب حالا شما اینا رو داشته باشید آقای مشعشع، اینا مال زمان شاهه، اینا رو من تو استودیو تلویزیون رنگارنگ درست نکردم. اوکی حالا اینو بیان نگاه کنید، اینجا مهمه. دقیقه 8:24 آقای شاه میگه شماها نمیدونید، از کشورهای دیگه میان از ما میپرسن که شما چی کار میکنین، میخوان اونام این کار رو انجام بدن و ما هم بهشون میگیم دیگه ما خیلی آزاد منشیم. گوش بدید دوستان ببینید کسی که مالی خولیا میگیره اینجوری میشه. گوش بدید. عرض کنم بعضی از نوازات دوشنا برداشت یه مقدار اینها رو ما میتونیم تعدیل کنیم، همون ادارت اجتماعی که دنبالش میرین همینه. ضمناً هم باید بهتون بگم کارا که در ایران میشه شاید در دنیا بی سابقه هست و خیلی ها به ما مراجعه میکنن که ببینن ما در بی چکار میکنیم. البته ما با کمال میل به همه اطلاع میدیم که چیکار میکنیم. دوستان فقط قیافه این بدبختا وزیر و نخست وزیر و اینا رو نگاه کنید ببینید. اولا نگاه کنید اینجا، این مغازه به علت گران فروشی و تخلف از مقررات قانون نظام صنفی تعطیل شد. این اول ویدیوه و آخر ویدیو رو من یه بار دیگه بهتون نشون میدم. میگه که میان از ما سوال میکنن و یکی از این عوضیایی که اینجا وایساده نمیگن آقا از کدوم کشور آمدن با شما، مگر کاخ طویله است که هر کسی میاد بیاد مستقیما با تو صحبت کنه. اگر از لحاظ اقتصادی باید بیان به وزیر اقتصاد صحبت کنن، اگر از لحاظ نفت با وزیر نفت صحبت کنن، اگر موضوع دیگه با نخست وزیر صحبت کنن. و قیافه این سه نفری که اینجا هستن، جمشید آموزگار و این آقای هویدا رو ببینید، و وقتی که شاه با پررویی با دروغ مثل ترامپ شارلاتان. شما میدونید من چرا از ترامپ بدم میاد؟ برای که حقیقتا این درست کارهای شاه رو داره تو این مملکت انجام میده. و سلام.
حالا نگاه کنید ببینید قیافه اونا رو وقتی که این میگه از کشورهای دیگه ما میان از ما میپرسن. درست ماجرای ترامپ تو یونایتد نیشن دیدید، گفت من در مدت کمتر از 2 سال چنان کاری کردم که هیچ کسی انجام نداده، همه خندیدن. فرداش اومد گفت اینا به من نخندیدن، اینا با من خندیدن. مرد که پدر سوخته، به تو خندیدن، به حماقتت خندیدن، به شارلاتانیزمت خندیدن. گوش بدید دوباره با دقت و قیافه ها رو نگاه کنید. همینه. ضمناً هم باید بهتون بگم کارایی که در ایران میشه شاید در دنیا بی سابقه است و خیلی ها به ما مراجعه میکنن که ببینن ما در چی کار میکنیم. البته ما با کمال میل به همه اطلاع میدیم که چی کار میکنیم. بله خیلی ها اصلا صف بستن بیان ببینن شما چی کار کردی که تو 57 سال اینجوری مملکت رو دادی دست آخونده و رفتی. هر کاری هم اگر تازه پدرت انجام داده، تو بی سواد نادان خراب کردی و رفتی. حالا آقای مشعشع یه چیزی رو که همین سعید بهبانی معتاد و یه آقای دیگه هست توی انگلستان، اونم معتاده، ولی الان این پول از شاولایا میگیره، اون پول از مجاهدان میگیره. اینا یه چیزی رو راه انداختن، هی هم تکرار میکنن به نام 80-20. نمیدونم یه سیستمی هست، دولت انگلستان میگه 80% از من بد بگو، 20% از من خوب بگو، اینم پول. حالا تازه آقای مشعشع اینو میگه یه نفر که از ایران اومده به این یاد داده. پس ببین شما چقدر خرفین که اونایی که تو ایرانن باید بیان به شما یاد بدن. بعد میگه آقای سوربی من فکر کنم تمام تلویزیونای آمریکا، ایرانیای آمریکا 80-20 میگم خب اگر این چیزی که میگی درسته، من که 80-20 نیستم، من 100% دارم میگم اگر امروز اسهال، استفراغ، دلدرد، سردرد داریم به خاطر خوراک دیروزه. بعد میگه من شما رو نگفتم، میگم کدوما رو گفتی؟ به قول آقای پاشایی چی رو گفتی؟ میدونید که این آقای پاشایی سخنگوی حزب مشروطه ایرانه، مردی که انگار ساچمه تو دهنشه. میگه آقا مداد پهلوی نمیدونه کی رو کجا بذاره. گفتم مردک کیو، چه کسی رو در چه شغلی بذاره، نه کی رو کجا بذاره. که اونم ملت زیرش نمیشتن آقا همون جایی که پیغمبر گفته بذار، همون جایی که نمیدونه فلانه، از یه آخوند بپرس تا نشونش بده، از پسر میگم خب اگر اینا 80-20 چرا رضا پهلوی همش توی این تلویزیونا داره گدایی میکنه و دنبال اونا، چرا خودش یه تلویزیون درست نمیکنه؟ این روزا تلویزیون شما یه کامپیوتر بردار بذار جلوت میشه تلویزیون. جواب نداری، چون جواب نداری آمدی دهن باز کردی. مردم که کور و خر و گنگ و کرولار نیستن، آمدن جوابت دادن، رفتی 2 روز فکر کردی ناراحت شدی. حالا شما هر وقت خواستی اینجا، بله اینجا همه میتونن بیان حرف بزنن، ما هم پخش میکنیم. ببین آقای چمنارا الان 3 روزه تا 5 روز دیگه هم پخش میکن، با اون خانم صابوجی میشینن صحبت میکنن، نظراتشون میگه. آقای چمنارا باور داره این آقای حضرت فردوسی همه چی رو تو همون یک کتاب حل کرده. میگه شما نگاه کن اصلا این مسئله گرما، سرما، جنگ فلان همه رو حل کرد. هر چی میگه، میگه این داستان اسپندیار، اسپندیار یعنی گرمای هوا، رستم یعنی گرمای زمین. این به اون به دوباره یه چی دیگه میگه عوضش. من کاری نمیگم، نظر خودمو میگم. شما اگه میخوای اونجوری حرف بزنی، شما میخوای لکچر بدی، شما فکر کردی مثل اون کلاس نمیدونم امریکن، ایرانیان امریکن، IAP، من میام میکروفون بدم دستت 1 ساعت هر چی دلت میخواد بگی. نخه، اون هلو بود، به قول احمدی نژاد احمق اون ممه رو لولو برد. خانم همدیار میگه به نظر من ترامپ درست داره کار احمدی نژاد و ملاها رو انجام میده، نشا. خب بابک هروی میگه نرود میخوانین در سنگ، جواب نمیخواهید، کامنت نگذارید و برنامه را نگاه کنید. خب اینا دعوای خانم بدری همدیار با بابک. این ماجرای کامنت و اینها من قبلا در واردش صحبت کردم بابک جان و ما هنوز یاد نگرفتیم. حقیقتش یه جوری این تو این قسمت حق با شما سلام. وقتی یه چیزی رو عموم میگیم بعد عموم میتونن نظر بدن. اگر داره من خصوصی بینیستن اون وقت من میخونم، ممکنه اصلا من اسمم نگم، بگم اون دوستی که گفته اینجوری،
ولی اینجا وقتی اسمشون رو می‌نویسن منم اسمو میگم، اینا یه کمی به اصطلاح این موضوعات پیش میاد، دعوای اینجوری میشه، درست همون مهمونیایی که اگه نگاه کنید توی مهمونی یه نفر داره صحبت میکنه، یا حتی ازش پرسیدن میگن آقا شما تازه از ایران اومدی صحبت کن، همچین که داره صحبت میکنه میگه آقا میشه درست همون مهمونی. این امروز سیستم ما یه چیزیش میشه. ببینید اصلا یه مدتی هیچ حرفی نیست، یه دفعه دوباره میاد. حالا ببینیم، میگم خدا کنه در زمان صحبت‌های آقای نمیدونم، بعضی وقتا این مشکلات پیش میاد. حالا ما اسکایپ هم هنوز روشن نکردیم، اسکایپ رو که روشن کنیم، باز اینجا بلنگو و میکروفون ما یه سیستمی داره مثل وان وی، اونایی که الکترونیک و اینا خوندن میدونن دیود بهش میگن، یه طرف میره جریان بر نمیگرده، به همین خاطر صدای ما پژواک نمیشه، به همین خاطر ما مثل اونای دیگه لازم نیست یه گوشی بذاریم تو گوشمون، یک کلاه انقدی بذاریم سرمون مثل اینایی که از مریخ اومدن، برای که $14 $15 پول خرج میکنی یک به اصطلاح سپیکری میخری که چیه. ولی یکی از این پروگراما امروز داره اینترفیر یا دخالت میکنه در کار اون یکی دیگه. به چه صورت؟ صدای منو میگیره میده به این میکروفون، از یه دستگاه دیگه از این بلندگو صدا رو در میاره، دوباره یا علی مدد پیچش و تکرار مکررات. حسنش اینه که 2:57 است و ساعت 3 میبرم شما رو به دیدار آقای امیر حسین لادن تا ایشون درباره موضوعاتی که خودشون میخوان یا ازشون سوال شده به اصطلاح صحبت کنن. شما هم اگر میخواین صحبتی، سوالی، نظری با ایشون به اصطلاح دارید، میخواین بپرسید ازشون یا چی میگن در میون بذارید، از طریق فیسبوک که نشون میدم یا از طریق آدرس ایمیلشون یا از طریق وبسایت اندیشه.net باهاشون تماس بگیرید. دارم اینجوری که با شما صحبت میکنم اینو نگاه میکنم ببینم که بله اینم کانفیگر، اینم اینجوری اوکی، اینم میکروفون 7 رو گذاشتیم اینجا، ولی 3 میکروفون اونجا هست، 1، 2 و 3 که دیدید یکیشو در آوردم. حالا ببینیم چه باید کرد و چه خواهد شد. گفت ابر و باد و مه و طوفان و فلک و دوستان و دشمنان در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. خب گفتم بهتون، یکی از دوستان برای من نوشته بود که آقا من چون نمیدونم مشکل پیدا کردم و اینها، نمیخوام پول با پیپل بفرستم، آدرس تو بده برات بفرستم. ما آدرس رو دادیم، تا امروز چیزی نیومده، و اگر این پول گم بشه مثل کتابی که آقای مصطفی زاده برای ما فرستاد، ما از کجا بفهمیم؟ اگه نامه فرستادید بگید من فلان روز نامه فرستادم، تمام 10 روز 15 روز بعد بگیم نرسید به دستمون، حداقل چی میگن شما زحمت کشیدی ولی منتش سر ما نباشه. چند تا مطلب اینجا نوشتم، یکی اعتصاب کامیونداران که من نظرم رو گفتم، بعد اعتصاب کامیونداران اتفاقا موفق بود با همه ای که خیلی بی نظم و ان اورگانایز بود، ولی اون اداره نمیدونم چی هر کسی که مسئول سندیکا مندیکا اینها، قرار شده 300,000 حلقه لاستیک به اینها بدن با قیمت دولتی، یعنی وارد کنن. این هم از این ماجرا. آقای دکتر ایرانبومی یک نواری فرستادن از یک خانم هنرپیشه جوان ایرانی که در آلمان فعالیت میکنه، ولی من این نواره که گوش دادم میخواستم صحبت کنم، بعد به آخرش که رسیدم دیدم این خانمه فوش میده، شوخی میکنه و اینها، گفتم ولش کنه. یه وقتی بعدا با خود آقای دکتر ایرانبومی در این مورد و در مورد این ویدیوهایی که روی چیز میبینیم صحبت میکنیم، روی اینترنت میبینیم صحبت میکنیم. بریم سراغ آقای امیر حسین لادن، چون اون هفته باشون نبودیم. بله میگه 14 days ago 14 روز قبل با ایشان صحبت کردیم. آقای یوسفی میگه دوستان دعوا نکنید، آخوندها به این زودی پیاده نمیشن، چون به اصطلاح اپوزیسیون فکر میکند با زهری که آخوندها در سرنگونی شاه استفاده کردن در سرنگونی خودشان استفاده کنند، غافل از اینکه پادزهرش را در اختیار دارند. اینم فکر خوبیه، یعنی صحبت خوبیه، اینا همه اینا رو امتحان کردن، پشت سر گذاشتن،
از اون و یه نکته منفی هم که باید در شما وقتی چیزای ریاضی حل میکنید دیدید مثلا یه منفی جلو پرانتز که میاد این منفی رو همه اینا اثر میذاره، فاکتورش بهش میگن. این وقتی که فاکتور اینو در نظر میگیرین که مردم میگن ای داد بیداد ما 40 سال پیش گول خوردیم، اینی که من با آقای مینویی گفتم آقای مینویی رضا پهلوی که نمیاد به مردم بگی من میخوام چه کار کنم، مردم میگن آقا ما که نمیدون، اونی که تازه میاد میگه چی کار میکنم فردا عوض میشه ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، اینی که نمیگه من چی کار میکنم ما فردا چی کار کنیم اگه اون کاری که گم نکردم، گم خانه نخری خانه مجانی میدهیم آب و برق و فلان فلان، ما فقط شما رو آدم نمیکنیم از مقام فلان، دیدید که چجوری نفتم دیگه گیر نمیمد صفی بود خوراکم کوپنی بود، مردم اون ترس رو هم دارن. حالا اون ماجرای زهر و پادزهر تو سرشون بخوره. اینم اینه، بذار ببینیم تماس با آقای عزیز اجازه بدین که من تصویر آقای لادن رو به سیستممون بدم و بعد با هم بریم خدمت ایشون. یک لحظه کامرای بله. بینندگان عزیز با آقای امیر حسین لادن هستیم و بسیار خوشحال، همون جوری که میدونید ایشون هفته قبل مشغول کار بودن و نتونستن با ما باشن، خیلی خوشحالیم که این هفته هستن و من به ایشون گفتم که دوستان زیادی سوال کردن، یک کم هم گله کردن که آقای لادن نمیاد، دوستانی مثل آقای مینویی یا اون آقای حسین مشعشع میان هر چی دلشون میخواد میگن. گفتیم خب خیلی ناراحت نباشید، امروز آقای امیر حسین لادن با ما هستن. آقای لادن لطف کنید یه مقداری در این مورد صحبت کنید، حالا یا بعد از تاپیکی که خودتون دوست دارید یا قبلش، که این ماجرای این که بعضی از دوستان میگن مصدق کاری غیرقانونی انجام داد و من برای اولین بار شنیدم که آقای مینویی میگه مصدق میخواسته شاه باشه، گفتم آقای مینویی تا اونجایی که من خوندم و شنیدم این بوده که به شاه میگفته آقا بیا برو قشنگ سلطنت کن و حکومت و دردسر و مشکلات شو اینا رو بذار دست اینایی که درس این کار رو خوندن، چون خود آقای دکتر مصدق دکتر این کار بود. و شما نظرتون چیه و چه باید گفت با این دوستان، یا اینکه به قول دوستمون آقای هروی نرود میخواهنین در سنگ. خیلی خوشحالم که با ما هستید، این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. خیلی خوشحالم که با شما هستم، درود بر شما جناب سربی و درود به بینندگانتون. من فکر کنم در این راستا باید ببینیم که رابطه سلطنت طلبان با مصدق چگونه است و اینی که اکثرا میخوان تاریخ رو تحریف کنن، یعنی حقایق رو نپذیرن و از واقعیت ها گریزان باشن، چی؟ چرا این وحشت از مصدق وجود داره برای سلطنت طلبان؟ من این وحشت رو به خاطر تفاوت فاحش بین سیاست، باور و برنامه‌های مصدق با شاه می‌بینم. میتونیم چند تاشو با هم دیگه مرور کنیم و هر موقعی شما خواستین منو متوقف کنیم که بتونیم اون تفاوت رو بازش کنیم یا ادامه بدیم که حداقل 5-6 تا از تفاوت‌ها رو ببینیم. اولین تفاوت اینه که مصدق مستقل، شاه وابسته.
مصدق دنبال استقلال سیاسی و اقتصادی در ایران بود و در مورد روابط خارجی خواستار سیاست بی‌طرف یعنی غیر متعهد بود. شاه نه تنها وابسته بود ولی اصلا شاه شدنش با امضای یک قرارداد سه‌ماده‌ای و سرسپردگی به انگلیس بود. اگه خاطرتون باشه یه دفعه این داستان رو با هم مرور کردیم که چگونه زمانی که ایران در کنترل نیروهای متفقین بود و رضا شاه رو اخراج کرده بودن، فروغی دست به دامن این ست قدرت شد و بالاخره قبول کرد یک قرارداد سه‌ماده‌ای رو شاه بپذیره، امضا کنه و خواسته های انگلیس رو برآورده کنه. حالا اگه اینو ادامه بدیم و میخوان تفاوت ها رو نگاه کنیم، مصدق توی مجلس 14 میگه ما باید خودمان را به آن درجه از استقلال واقعی برسانیم که هیچ چیز جز مصلحت ایران، حفظ قومیت و تمدن خودمان محرک ما نباشد. حالا شاه برعکس به جای استقلال و مصلحت ایران توی جلسه هیئت مدیران، هیئت مثلا میخوام وزیران، میگه من سرچشمه قدرت هستم و تنها خودش رو لایق تصمیم گیری میدونه. مصدق خودش رو خدمتگزار مردم میدونه، شاه کوچکترین ارزشی برای مردم قائل نیست. داستان اشرف، مصدق و رضا شاه رو یادتون هست یا دوست دارین تکرار کنیم؟ لطف کنید تکرار کنید. موقعی که انگلیس ها گفته بودن رضا شاه باید ایران رو ترک کنه، اشرف داره برای دوستانش تعریف میکنه، میدونی که اشرف 100% با مصدق مخالف و دشمنش بود، ولی داستان جالبی میگه. میگه که یکی از اطرافیان مصدق گفته که من اگر جای مصدق، گفته که اگر من به جای رضا شاه بودم میرفتم تو میدون توپخونه که بعدن شد میدون سپه و میگفتم ای مردم، انگلیس ها میخوان منو اخراج کن، من نمیخوام به دستور انگلیس برم بیرون. اگه شماها نمیخواین بگین من ایران رو ترک کنم و اگر نه نمیرم. بعد اشرف میگه که من با این گفته مصدق موافق هستم. ولی چیزی رو که اشرف اینجا از دست داده اینه که متوجه نشده که منظور مصدق از این گفته چیه. یعنی داره میگه که اگر رضا شاه به جای این که عامل بیگانه بود پایگاه مردمی داشت، کسی نمیتونست بیرونش کنه. و ما ادامه میدیم به این تفاوت‌های فاحشی که گفتم. مصدق با تمام وجودش، این پاسخ میده به قسمت اول پرسش شما، مصدق با تمام وجودش دنبال اجرای قانون اساس و میگه اختلاف من با دربار روی این اصل بود اجرای قانون اساس. که بله میخوان شما وقت صحبت میکنه اگه میتونی صدا اسپیکر رو ببندین. امروز اینجا هم من همون اشکال رو داشتم و الان میرم بله و بعد ممکنه صدای من رو داشتم. اگه گوشی دارید میتونید گوشی و میکروفون استفاده کنید. خب بزنی الان اینی که الان انجام دادم امتحان کنید. بله. مصدق دنبال اجرای قانون اساسی بود و میگه اختلاف من با شاه اینه که من میگم طبق قانون اساسی شما باید سلطنت بکنی و شاه حکومت میکنه. شاه 5 پس از کودتای 28 مرداد، زمانی که تمام احکام‌های کنترل در دستشه، ببینید چه چیزی میگه، یعنی یه اقرار خیلی بی‌نظیر، میگه دیکتاتوری پدرم الزام داشت، اقتدار فردی امروز من نیز مورد نیاز است. یعنی مصدق دنبال اجرای قانون اساسی، شاه دنبال خودخوانی. مصدق بدون دریافت حقوق کار میکرد
مخارج دفتر نخست وزیری و سفرهای دولتی رو عجیب خودش میداد. شاه و خانواده و دربار میلیاردها دلار از ثروت ملی رو چپاول کردند و در بانک‌های بیگانه ذخیره نمودند. خانواده شاه و دربار 40 سال پس از سرنگونی هنوز از برکت اون چپاول‌ها زندگی‌های آنچنانی دارن. میرسیم به بخش دوم اون پرسش و تحریف تاریخ، یعنی نپذیرفتن حقایق، گریز از واقعیت‌ها، که این در حقیقت یه نوع خودفریبی و علکی خوش بودنه. یه بیت شعر است میگه که نام فروردین نیارد گل به باغ، شب نگردد روشن از ذکر چراغ. یعنی همون مثل مسئله عامیانه خودمون که میگه با حلوا گفتن دهن شیره نمیشه، این رفتاریه که سلطنت طلبا میکنن در این مورد. ما هممون زائیده فرهنگ احساساتی و شعاری هستیم. این کسانی که سلطنت طلبا، شاه الهی‌های گهی، فریاد رضا شاه کبیر و شاهنشاه آریامه میزنن، بعد بدونن که این شعارها یه طرف دیگه هم داره. کسانی هستن که وقتی شما میگی رضا شاه کبیر میگن عامل انگلیس، شما میگی شاهنشاه آریامه میگن تا خرخره وابسته. سلطنت طلبا با ماسمالی کردن، سرهمبندی، چشم پوشی و گناهشویی، کوچکترین ایرادی به دیکتاتوری، خودکامگی، حکومت فردی، وابستگی و عامل بیگانه بودن پدر و پسر نمی بینم. بعد اینجا بپرسیم که علت این دوگانگی و دودستگی و تضادها ما بین ما ایرانی ها چیه؟ آیا بیگانگان ما رو سر کار گذاشتن و مشغول هم کردن تا اصل مطلب، یعنی چپاول ثروت‌ها و به استثمار کشیدن مردم رو نبینیم؟ یا علتش همه چیزدانی، خودمحوری، جنون مطرح بودن و منافع شخصی ماست؟ 3 سال پیش یک مقاله‌ای منتشر کردم در رابطه با انقلاب مردمی 57 و واقعیت‌های امروز رژیم فقاهتی تحت عنوان حسرت گذشته. و یکی از دلایلش این بود که اون زمان یه عده شروع کردن، کسانی که خودشونو روشنفکر میدونن و تلاشگر میدونن، شروع کردن به حسرت گذشته رو خوردن و اظهار ندامت کردن. اینا اشخاصی بودن فرصت طلب و کمدان و واقعا کسانی بودن که ملت رو به گمراهی کشیدن. من میخوام یک کمی از اون مقاله رو برای بینندگان بخونم. دولت فقاهتی، رژیمی خودکامه، فاسد، بی‌لیاقت، تجاوزگر، خیانت پیشه و ضد ایرانی است. تردیدی نیست که در مقایسه اگر مردم رژیم گذشته را انتخاب میکنند، اعتراضی به این انتخاب وارد نیست. باید اعتراض کرد به سرخوردگی، افسردگی، لنگ انداختن، تسلیم شدن، پوزش خواستن و فرافکنی. شاید چنین حرکتی و گفته‌های و پوزش خواهی یک آرامش، تسکین وجدان و آرامش روحی باشه برای اون کسی که داره این عذرخواهی رو میکنه، ولی دردی رو دوا نمیکنه. همانطور که فحش و ناسزا و شعارهای تند و توهین‌آمیز، ضدیت با اسلام و عربان کوچکترین تأثیری در برطرف کردن مشکلی که با اون روبرو هستیم ندارد، سرخوردگی و حسرت گذشته را خوردن مختص یک گروه و ایدئولوژی خاص نیست و مرزمندی نداره. همینطور که بعضی وقتا میشنویم میگن فلانی که یه توده‌ای بود، یه کمونیست بود، حالا میگه روحت شاد رضا شاه، اصلا یه چیز کاملا بی‌معنیه. ما حق داریم
از اینکه انقلاب به نتیجه مطلوب نرسیده ناراحت و دیگرگون شویم و می توانیم از اینکه تلاش ما احتمالاً در پیدایش رژیم آدمخوار نقشی داشته پشیمان باشیم، ولی عدم دستیابی به اهداف انقلاب مردمی 57 و به کجراه کشیده شدن آن نه راستین بودن انقلاب رو نفی میکنه، نه خودکامگی و دیکتاتوری رژیم گذشته رو عذر مینهه و نه چیزی از درست بودن استقلال طلبی و آزادی خواهی میکنه. باور به استقلال، عدالت و آزادی بسیار مهم و ارزشمند هستند. تلاشگر سیاسی بودن و عشق به میهن داشتن در ضمن که مورد احترام بسیار می باشد کافی نیست. باید بدانیم چه می خواهیم، خواستهای مردم و نیازهای جامعه کدام. برای منافع جمعی و ملی حداقل به اندازه منافع شخصیمون ارزش قائل باشیم. بدانیم و باور داشته باشیم که صاحبان اصلی ایران هستیم. به جای احساسات و شعار با اتکا به خردگرایی و شعور گام برداریم. در اینجا این پایانمون دو پاراگرافه. یک سندی رو که پارسال از طرف آمریکا آزاد شده برای بینندگانتون بخونم، خیلی کوتاهه. سند شماره 327 که مسئول پایگاه CIA در تهران پس از چندین ملاقات و گفتگو با شاه، این درست پس از قیام مثلا این پس از کودتای 28 مرداد و شاه داره با CIA گفتگو میکنه و CIA داره یه گزارشی میفرسته به وزارت امور خارجه در مورد این گفتگو. اینه میخوام برای بینندگان بخونم. میگه شاه، تصمیم شاه برای خلاص شدن از دست مصدق، بعد 1-2-3 گذاشته. 1. شاه تصمیم گرفته که مصدق باید دادگاهی و محکوم به مرگ شود، اما هنوز نمیداند که آیا مصدق را عفو کند، از ایران برای همیشه اخراج و تبعید کند یا بلا فاصله اعدام. پیش از اینکه شماره 2 رو بخونم میخوام قسمت اول اینو توجه کنین. داریم راجع به دادگاه صحبت میکنیم، ولی شاه میگه چی؟ شاه تصمیم گرفته که مصدق باید دادگاهی بشه و محکوم به اعدام. یعنی دادگاه یعنی هیچ. شماره 2، شاه بر این باور است که هر نوع تأخیر در رهایی از شر مصدق پس از دادگاه میتواند باعث تظاهرات طرفداران او من نجاتش کردم. شماره 3، به نظر من خیلی جالب، در صورت تظاهرات پیش از اعلام محکومیت مصدق از سوی دادگاه، یعنی پیش از اینکه دادگاه نتیجه برسه، شاه دستور داده که نگهبانان اطراف مصدق به محض اینکه میشنون که در بیرون تظاهرات شده و سر و صدا شده فوراً او را به قتل برسن. این پایان اون سند CIA است. یعنی یه جوری مثل دسیسه اینجوری؟ بله. پس شما هم هیچ جا به اصطلاح سندی یا شاهدی بر این گفته ندارید که آقای مصدق میخواسته شاه رو برکنار کنه و خودش شاه بشه. همش صحبت از این بوده که آقا شاه در مشروطه باید سلطنت کنه و نه حکومت. درست میگم؟ حالا اتفاقا اگر شما نوشته های اطرافیان و چه طرفداران جبهه ملی و شاه، چه کسانی که دستان در کار بودن، میبینین که همه این موضوع رو بارهای بارها تکرار کردن. برای مثال زمانی که دیگه کار از کار گذشته بود و
هم شریف امامی اومده بود، هم ازهاری اومده بود، دیگه راهی وجود نداشت. یعنی بیشک همه چی در حال فروپاشی بود. شاه دست دراز میکنه به طرف آقای غلام حسین صدیقی که وزیر داخله مصدق، کابینه مصدق بوده. ایشون اون موقع پس از سالهای سال در زندان و حصر خانوادگی، حصر خانگی، الان در دانشگاه درس میداد و شاه از ایشون میخواد که بیاد برای نجات مملکت گفتگو کنه و ایشون میگه من برای نجات مملکت حاضرم همه هستیمو بذارم. ولی با خودش دو نفر رو میبره که شاهد باشن و به شاه میگه، میگه من نمیخوام به تنهایی با شما گفتگو کنم، برای اینکه اعتماد ندارم که بعدن چه چیزی رو میشه. و در اونجا میگه، میگه که شما اگر به خواسته مصدق، به باور مصدق، به اعتقاد مصدق که شاه میبایستی طبق قانون اساسی سلطنت کند نه حکومت انجام داده بودیم، امروز به این روز نمیفته. یعنی تا دقیقه آخر همه چی بر اساس قانون اساسی بود. بسیار ممنونم آقای لادن. چون هم شما تو آمریکا هستی، هم من تو آمریکا هستم، هم این ماجرای این ژورنالیست، البته الان معلوم شده این آقا خیلی هم همچین ژورنالیست نبوده، این آقای خاشقچی یا بعضیا قاشقی میگن یا بعضیا قاشقچی میگن، نظرتون درباره این چیه و این ویدیوهایی که الان داره میاد بیرون که این آقا با بن لادن بوده؟ البته باید حق رو ادا کنیم و موقعی این با بن لادن بوده که بن لادن جزء به اصطلاح افسران CIA آمریکا بوده و داشته با روسیه یا شوروی اون موقع به اصطلاح می جنگیدن، ولی بعد میاد تو کارهای نوشتن و اینها و موضوع اینه که الان میگن این نوشته هاش دو نوع بوده، برای نوشته های برای انتشارات عربی یه جور دیگه می نوشته، برای انتشارات آمریکایی مثل واشنگتن پست یه جور دیگه، حالا هم که سرانجامش رسید به اینجا. خیلی ها میگن این همچینم دنبال آزادی و دنبال حق مردم عربستان یا کشورهای عربی نبوده، بلکه خودش چون یکی از همین خانواده هفت خانواده بزرگ عربستان هست سهمشو میخواد، ولی حقیقتا رفت سراغ اون شازده عوضی به اصطلاح، به جایی که به این یکی مثلا از قبل وصل کنه خودش رو، به دیگری وصل شده که با این دشمنه. ولی کل ماجرا رو شما چجوری میبینید؟ آیا تأثیری در روابط آمریکا و عربستان میذاره؟ یا من که فکر کردم این موضوع به نفع ایران شده، ولی یه نفر گفت که نه هیچ تأثیری نمیذاره و اتفاقا آمریکا با ایران هیچ کاری نداره چون ایران رو به عنوان لولو میخواد نگه داره، اینا میگن بوگی من، نگه داره تا بتونه اسلحه هاشو به عرب ها بفروشه. یک کاریکاتوری هم کشیدن که آمریکا یه دستش یکی از این پمپایی هست که قایقای کوچیکو باد میکنن، داره آخوندا رو باد میکنه، بزرگ میکنه، با این دستش داره از عربا پول میگیره که بهشون اسلحه بده. نظر شما رو کلا درباره این ماجرای رفتن این آقا به سفارت عربستان در ترکیه و اون ماجرایی که دوستان دیگه همه کم و بیش در جریانش هستن چیه و مایل هستیم شما رو به سر نظرتون بدونیم که شما چی فکر میکنید؟ حتما با کمال میل. من فکر کنم اون بخش ابتدایی رو که مطرح کردین خیلی مهمه که بهش توجه بشه. اینی که میبینین دارن این آقا رو با چوب‌های مختلف میزنن، برچسب میزنن، برچسب درست، نادرست، نیمه درست، اینو باید خیلی حواسمون جمع باشه. این همون داستانی که بارهای بارها دست راسیا در آمریکا تندروهای اسرائیلی انجام دادن برای اینکه تمرکز رو از روی اصل مطلب بردارن، شروع میکنن به سمپاچی و
پرونده سازی، مثل همین بعضی از روشنفکرهای ایرانی که به خاطر مطرح بودن حاضرن همه رو به لجن بکشن. فراموش نکنین که در پس از 11 سپتامبر چه بساطی در آمریکا به وجود آوردن و چه تبلیغات عظیمی آمریکا و دستراسی‌های آمریکا و سیکونیستا کردن در مورد صدام و عراق تا اینکه عراق رو به نابودی کشید. نباید به این مسائل، به این دروغ‌ها، به این شایعات توجه کرد. من اصلا نمیگم که این آقای قشوقی یک دونه امامزاده بوده، نه، اونم یه انسان مثل بقیه، اونم در تضادها تضاد داشته، مشکل داشته، بالا پایین داشته، شکی نیست. ولی اینی که یه نفر رو توی اینو فراموش نکنید، سفارت عربستان در ترکیه یک بخشی از عربستان، سفیر عربستان نماینده مستقیم حکومت، یعنی هیچ چیز دیگه اون وسط وجود نداره. اینا همش چرند و ساختگیه که بگین این خبر نداشته، اون خبر نداشته، همچیزی وجود نداره. و بنابراین یک رفر شهربند رفته به خاطر کارش در این مورد میخواسته اجازه بگیره که ازدواج کنه یا طلاق بده چیکار بکنه، توی سفارت شکنجهش میدن، میکشنش، حالا میگن تیکه تیکش کردن از این حرفا. اینو فقط باید بهش توجه کرد. اینی که احیانا این زیادم حالا درست نمیگفته یا دنبال طلبش بوده یا با بن لادن، اینا دیگه داستان. اصل مطلب رو نباید فراموش کنی. یک سیستم جنایتکاره، یه سیستم آدم کشه، یه سیستمی که حذف میکنه. این دفعه اولشون نیست. شما پرونده این شیخ محمد رو نگاه کنین، یه دفعه با هم یه گفتگو کوتاهی داشتیم در این مورد که ایشون بیشتر از 500 نفر، مثل که 512 تا از سران کشورش رو دستگیر کرد، زندانی کرد تا اینکه پولا رو گرفت بعد آزادشون کرد. بله، فامیلاش بودن، مدت 90 روز مثل که توی هتل نگه داشت، شرطش این بود که باید پولاتونو بدین و به اصطلاح رضا. نمیگم کار من ادانه میکنم کار بدی بود یا خوبی، میگم یعنی این یه آدم گروگانگیر و باجگیره. ولی درباره این که این سیستم عربستان و پادشاهیش به این صورت بوده، دیشب یه برنامه ای رو یه آقای وکیل یکی از خود همین پسر عموها آورده بود که میگفت این کار رو سال 2003 و 2012 انجام دادن، 2016 هم شکایت کردیم به ژنو و تا امروز به جایی نرسیده. یعنی نه فقط ترامپ رو بیایم سرزنش کنیم که ترامپ به خاطر پول حاضر هر کاری کنه و برگ سبز دست اینا بده، گویا در دوره‌های قبلی هم این ماجرای حذف و آدم ربایی و سر به نیست کردن، اونم از طریق همین سفارت عربستان تو کشورهای مختلف، حتی تو کشور آمریکا بوده. و اون وکیل آمریکایی، من اسمشو پیدا میکنم اگه اشتباه نکنم، مال یا شیکاگو بود یا میشیگان، که میگفت یکی از اینا اصلا اینجا به اصطلاح مریض بوده و تو بیمارستان بوده، ولی میان با دوز و کلک ورش میدارن، میبرنش اونجا و از زندانی و اینها. بعد میگه که حتی بعدم تماس تلفنی داشته با این، نمیدونم شما دیدین این وکیلی رو که وکیل آمریکایی که میگفت الان وقت اون هست که به این آدم ربایی های عربستان و کینگدم، یعنی سیستم پادشاهیش کلن، یک نظری بندازیم و این پرونده باز بشه. من برنامه رو ندیدم، ولی بی تردید این مسائل حقیقیه. و اینی که بتونن یه نفر رو بردارن بیمارستان ببرنش، خب شما نگاه کنین که پس از 11 سپتامبر دو تا هواپیما از خانواده ها و کسانی که در این موضوع دست داشتن از آمریکا سوار کردن بردن به عربستان. دیگه از این واضح تر نمیشه. بعلاوه این که باز در همین راستا یک دونه ون با چندین تن افراد موساد
که داشتن جشن گرفته بودن در مورد انفجار دو تا ساختمان توی نیویورک، اینا رو دستگیر کرده بودن، بعد فهمیدن اینا چیزای موسادن، اینا رو هم آزاد کردن رفت. و این چیزا وجود داره، این زد و بندها، این ماسمالی ها، این ساخت و پاخت ها همه حقیقیه و وجود داره و مختص یک فرض کنین دولت ترامپ نیست. حرف از ترامپ یه آدم لجن بیشعوره که فقط همه چیش برای خودش و پوله. بسیار ممنونم از شما، خیلی ممنون که آمدید و با ما بودید. امیدوارم هفته آینده با شما باشیم. اگر باز صحبتی یا موضوعی هست که مایل هستید توضیح بدید بفرمایید، اگه نه از شما خداحافظی کنیم و امیدوار باشیم که جمعه آینده با شما باشیم. حتما، سپاسگزارم. بعد یه چیز خیلی کوتاه میخوام بگم برای همیهنانمون که توماس جفرسون پدر دموکراسی در آمریکا اینو گفته و به نظر من در مورد این که ماها احساساتی و شعاری هستیم چیز بدی نیست. میگه اگر در جامعه مدنی امروز ملتی توقع دارد که در حین ناآگاهی از آزادی نیز برخوردار باشد، باید بداند که هیچ وقت چنین نبوده و نخواهد بود. یعنی میگه که آزادی فقط و فقط در پرتو آگاهیه. آگاهی. خیلی ممنون، آخر هفته خوبی داشته باشید. مرسی. دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم. فیسبوک ایشون رو نشون دادیم و اون آدرس وبسایتشون اندیشکده.net، ایمیلشون اندیشکده@outlook.com. و اگر با همه این اطلاعات باز هم مشکلی داشتید برای اینکه با ایشون تماس بگیرید، از طریق شماره تلفن تلویزیون مردم یا ایمیل info@mardomtv.com یا فیسبوک ما تماس بگیرید و این ارتباط برقرار میشه. اگه سوالی داشته باشید سوالتون رو مطرح کنید، نظری داشته باشید اون رو هم بگید و ایشون در برنامه‌های آینده در اون مورد صحبت میکنه. ولی چیزی که من دنبالش بودم و مطمئن بودم 99% و الان 100% مطمئنم که هیچ وقت مصدق نخواسته بوده که شاه باشه و نگفته بوده که به شاه که شما برو من شاه باشم، امروز این رو به یقین 100% حاصل شد. ممنون از ایشون. خب دوستان عزیز، یه جوکی ساختن در رابطه با این ماجرای عربستان. میگن که یک خانمی به همسرش گفته که اگه میخوای زن دوم بگیری هیچ اشکالی نداره و من راضی هستم. همسرش میگه تو که چند سال ما هرچی گفتیم هی گفتی نه، حالا چی شد که رضایت دادی؟ گفته شرطش اینه که بری توی سفارت عربستان سعودی در ترکیه و تقاضای طلاق کنی. بله، میگه که زمان شاه تمام کلاس ما لباس وصله‌دار میپوشیدن. آقای فرهاد زمانیان، این حرفا چیه دوست عزیز؟ ما دوستی داشتیم زنگ زد، آقای اکبر گلپایگانی اگه اشتباه نکنم، میگه زمان شاه به ما دو تا سیخ کباب نهار میدادن. گفتم والا به ما گفتن یک ظرفی بخرین 5000 هم یه پلاستیک انقدی خریدیم، تو هم مثل پرچم چیز بود ایران، سبز و سفید و قرمز، اینجوری باز میشد تا میشد، یه لیوان بود که قرار بود توی این به ما ماست بدن، نون سنگک با ماست، ولی هیچ وقت ندادن. و بهش گفتم ولی شما اگه مدرسه میرفتی اون زمان چجوری بعد از دو تا همین الان من والا یه چلو کباب نمیتونم یه دفعه بخورم، نصفشو زور میخورم نصفشو میارم خونه، شما چجوری دو تا سیخ کباب میخوردی بعدم میرفتی سر کلاس؟ میگن گفتن به اصطلاح هیچ اشکالی نداره. مقاله جمال خاشقی در واشنگتن پست. بله، خیلی ممنون آقای سعید، این مقالاتو گذاشته و خیلی ها بحث میکنن، میگن این کسی بوده که ما هیچ کدومون ممکنه تا یه روز قبل نمیشناختیمش، ولی از اون روز تا حالا داره هی ماجرا میاد بیرون. اون آقایی که ادعا کرده این اونجور هم
آزادمنش و آزادی خواه و اینها نیست و این حقیقتا یه جوری نگرانه که سهمش رو ندادن. پروفسور دانشگاهی هست توی کالیفرنیا و خودش هم اگه اشتباه نکنم لبنانی الاصل هست. در صورت هست مقاله و ویدیوهای زیادی هست که میتونید نگاه کنید و ببینید کجا به کجاست. پیام به ایران، اجازه بدید من این عکس رو به شما نشون بدم و ببینم پیام به ایران چیه. پیام به ایران یه چیزای اون موقع اینجا می‌نویسم که فکر می‌کنم بله یادم میمونه، ولی بعد هرچی دنبالش می‌گردم توی مغز ببینم نه خبری نیست. عکس پیام به ایران، عکس یک نفره، اینا رو پیدا کنم بهتون نشون میدم. چون میبرم میذارمش تو پوشه عکس برای برنامه‌های زنده بعض وقتا جا به جا میشه. حالا یه نفره رو بهتون نشون میدم فعلا هر کدوم پیدا شد. این الان این روزا دوباره بازار اعتصاب و تظاهرات و اینها گرمه و آهان پیام به ایران یادمه، یا آقای از اینجا پیام فرستاده بود که رانندگان چنین کنید چنان کنید. گفتم آقا جون اینا هیچ کدوم نه برنامه شما رو میبینن نه کاری به شما دارن، نه با اعتصاب با گفته شما شروع به اعتصاب کردن نه حالا با گفته شما اینو ادامه میدن. آقا نیاز اون طبقه لاستیک بوده، پول بوده، کار چیز به همینجا گفتم بهتون راننده کامیون بهشون گفتن وسایل الکترونیکی بخرین بذارین وای بیسین بذارین رفتن بیرون، اومدی سوار شدی بذارین، گفتن آقا ما دیگه نمیتونیم کار کنیم، 3 دقیقه دیرتر بخوابیم کار فردامون رو از دست میدیم و اینا دارن اعتراض میکنن. اعتراضات صنفی شما میتونید بهشون بپیوندید ولی در حقیقت زیر خواسته اونها باید شعار بدید تا اینکه همه اینها یکی بشن. ولی حالا اینو این عکس رو نگاه کنید اشکالش از نظر من چیه. نوشته که تحسن سراسری مهرما در چیه 97 تحسن یک نفره، یعنی این خانمی که معلمه این جمله غلط. تحسن سراسری مهرما حالا در استان نمیدونم مشهد این 97 هم لابد ناحیهش هرچی تحسن یک نفره. آخه اگه تحسن سراسریه بله این پایین بعدن بهش پیوستن. خب اگر پیوستن دیگه اون یک نفری معنی نداره. اگه شما یه معلمی هستی که یه جایی نمیتونی یه نفر دیگر رو با خودت همراه کنی نشون میده که اونها خواسته شما یا وجوه مشترک با شما ندارن. باید بری ببینی که چجوری میتونی اونها رو با خودت همراه کنی. البته اینجا نوشته معلمی که تاریخی شد. خب یک نفره اعتصاب را آغاز کرد، آنچنان مصمم مستحکم و بر آرمانش استوار بود که دقایقی بعد معلمان دیگر به او پیوستند. وقتی بهتون میگم غلطه از اول تا آخر، خود این خانم نوشته تحسن سراسری، لابد یه جایی گفته شده بوده قرار بوده، حالا این اومده اینجا. وقتی اومده اینجا نباید زیرش بنویسه تحسن یک نفره. اگه تحسن یک نفرن نباید بنویسه تحسن سراسری. اون دوستی که از من میپرسه که آقا آیا شما اینا چون کمونیستن باهاشون اشکال داری؟ میگم نه آقا من با هیچ اشکال ندارم. و شما چرا فکر میکنی هر کسی تا یه ایرادی میگیره یه اشکالی باید داشته باشه؟ حالا بگردیم باز این پیام رو من پیدا کنم. ایرج میرزا رو دارم، اسرائیل دارم، آقای مرتضوی رو دارم. این یک اشکالش هم پیام به ایران اینه که ما ABC رو چون مثل الف ب هر روز نگفتیم و تکرار نکردیم بعضی وقتا ترتیبش یادمون میره. ولی راننده ها رفتن، حالا از این ور شما نگاه کنید، این ویدیو رو نگاه کنید دوستان. دیروز که من این رو برداشتم 13 اکتبر این ویدیو رو اینا گذاشتن، نوشته بوده 15 اکتبر. ببینید برنامه 13 اکتبر بوده، 15 اکتبر گذاشتنش روی یوتیوب، من 18 اکتبر برش داشتم، 19 نفر اینو نگاه کردن. شما اینو داشته باش. حالا میگه
پیام حمید تقوایی به معلمان و بازنشستگان مبارز شنبه 21/5. آقای تقوایی عزیز من، موهات سفید شده، والا از موی سفیدت خجالت بکش، خودتونو مسخره نکنید، بذارید این بنده خداها برن به کارشون برسن. آقای اوسانلو، این دوستون آقای سید یوسفی میگه که اوسانلو امروز در برنامه نوریزاده میگفت من را نماینده انتخاب کردن، رانندگان و من هم سازماندهی کردیم، در 345 شهر تحسن شد و قرار 7 آبان دوباره شروع میکنند. حالا اینو گفت، اونا دیگه نمیان. این خط اینم نشون، امروز 27 مهر، 10 روز دیگه میشه 7 آبان. چرا نمیان؟ میگن اگه ما رفتیم آخوندا ما رو میچسبونن به نوریزاده عرب، ما رو میچسبونن به آقای اوسانلو، که اوسانلو از وقتی اومد اینجا و تو نیویورک دیگه الان معلوم نیست کی میچرخونتش. آقای کنت تمیرمن میچرخونته آقای اوسانلو؟ کی میچرخونه شما رو؟ برادرهای مسلمان عرب خیلی پیشرفت کردن، 1400 سال پیش اول تیکه تیکه میکردن بعد میکشن، الان اول میکشن بعد تیکه تیکه میکنن. نه، گفته شده که خونش هم کشیدن بعد تیکه تیکه کردن. البته امروز میگفت دور و بر اون سفارت یه جنگلی هست، دارن توی اون جنگل میگردن ببینن این ماشین ون که از اینجا رفته اینو کجا سربنیز کردن یا خاکش کردن. من در مدرسه در مراغه شیر نان بربری و کره پخش می کردم. شما سپاه دانش اینا بودید یا چی بودید؟ چون داداش منم سپاه دانش بود، توی اون آبادان و اینها یه بیسکوتای سیتا و اینا بهشون می دادن، به بچه ها می داد پخش می کردن. ولی اگه نبودید نمیدونم، اون موقع که ما داریم حرف میزنیم احتمالا شما همسن من هستین، شما باید دانش آموز بوده باشید، حالا احتمالا برای پخشم از دانش آموزا و اینا کمک میکرد. خیلی ممنون. ولی اونجایی که ما بودیم آقا معلم ها حاضرن، این چی بودن چند مدت پیشون آقای شاپور مهدیار، من تا اینجا اسمشو گفتم پسراموش از یه ایالت دیگه تماس گرفت و خیلی هم خوشحال و اینها هستن اون دبیرستانمون. ولی اینی که من میگم راجع به دبستان بود. دبستان من اگر 42 همون سالای انقلاب سفید و اینها، همون سالایی که این آقای شاه میخواست اصول اسلام رو پیاده کنه. دوستان این آقایون دیدید میگن که طرف دنبال یه خر مرده میگرده که بره دندونشو بکشه، نمیدونم یه چیزی بلندم. یا دنبال یه مرده میگردن که برن دندون طلاشو بکشن، اینم ضرب المثل هایی که هی ما خرابشون میکنیم. خب و اما عکس آقای تفریشی رو بهتون نشون بدم و اینکه ما اون مسئله هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد رو واقعا نمیفهمیم و فقط دنبال این هستیم که یه نفر حتی اگر ختم پدرشه ختم مادرشه ما بپریم اون وسط بگیم هی ملت امروز عروسی ننه منم هست. چرا حالا اینو میگم؟ بهتون بر نخوره. نگاه کنید آقای مجید تفریشی روی من محصل بودم، خب احتمالا از ایشون کمک میگرفتن که پخش کن. نوش جون داغ، همون نون بربری و اینا رو خوردی که به این خوشگلی شدی آقای فرخ سپهرا. بله، آقای تفریشی توضیح داده بود که به شوخی و طنز هم نوشته بود که کارش به بیمارستان کشیده و سه تا پروفسور هم آمدن نگاه کردن و قرار جراحی کنن. البته ننوشتن چی، بعضی وقتا آدم میگه نپرسم، شاید خصوصی باشه یا نخوان راحت نباشن بگن. ما نوشتیم امیدواریم حالتون خوب بشه، get well soon، هر کسی یه چیزی نوشته. ولی یه آقای به نام آقای یاور اسدی نوشته هنوز مردم نادان عاشق سواری دادن به تاجران دین و تازیان هستن. دوستان ببینید چقدر بی ربط. من زیرش نوشتم این آقا در بیمارستان است، شما شعار میدهی عجب ملت مشنگی هستی، ولی چون شیرازی هستم این کامپیوتر مشنگی رو کرده مشنگو. اینم از این. بله خب دیگه چی داریم اینجا؟ اینم تفریشی. و اما دانشگاه، عکس دانشگاه شیراز، اس شیراز پلیس
اس شیراز دانشگاه، شاید نیاوردمش اینجا، باید باشه بذارید پیداش کنم اینجا. میگم بعض وقتا یه چیزایی روی این روی دسکتاپ مونده. خب اینم بهتون نشون بدم، اینم جالبه، این درست حرفی که من به دوستان بهائیم میزنم، میگم آقا شما برو دنبال آزادی تمام مردم ایران، حق مساوی زنان و مردان. البته خودشون اینا به زنا حق مساوی نمیدن، ولی شما نگاه کنید یه مشت جوون را افتادن، نه به پولی سازی دانشگاه، دوباره جمله غلط، نه به پولی سازی دانشگاه، جمله پایینش سنوات آزمون معافی زبان. دوستان شما اینا رو که میخونید میفهمید یا باید این بغلش بخونیم منظورشون چیه؟ یعنی یک کسی برای ما فارسی رو به فارسی ترجمه کنه. این دوستمون خانم ناهید قلمکار نوشته دانشجویان شیراز هم به حرکت در آمدن، جمعه تجمع دانشجویان دانشگاه شیراز در اعتراض. اولا جمعه یعنی روزی که دانشگاه تعطیله، جمعه تجمع دانشجویان دانشگاه شیراز در اعتراض به پولی سازی آموزش، کاهش سنوات تحصیلی و آزمون معافی. کاهش سنوات تحصیلی یعنی چی؟ یعنی با سنای زودتری برن داخل، یا مثلا لیسانس به جای 4 سال به جای 140 واحد بکنن 80 واحد، 2 سال و نیم بکننشون بیرون. خب اگه اینا یه چیزی می نویسن من و شما که فارسی هستیم ایرانی هستیم نمی فهمیم، کارمون خیلی خرابه دیگه، قبول دارید؟ این برمیگرده با اون صحبت دوستمون که میگه آقا شما مخالفید، میگم آقا من چه مخالفتی دارم؟ اینا تظاهراتشون رفتن، ولی میگم این کار درست نیست. اونا تظاهر کردن لاستیکشون هم گرفتن، حالا شما که فکر میکنید آوانگارد و پیشرفت چی هستین، روشن فکر هستین، یه مش عقب افتاده هایی که حالا تصادفاً چپ و کمونیست هم هستید. خب ویدیوی هنرپیشه جوان از آلمان که میخواستم بهتون نشون بدم، بعد دیدم آخرش فوش میده، فعلا نشون نمیدیم تا یه روزی با خود آقای ایرانبومی. درباره جمال قاشقچی نوشتیم که این جمال قاشقجی یا جی مردی دو چهره یا صد چهره یا به اصطلاح ژورنالیست و ریپورتری آزاده. اتفاقا درباره ریپورتر ژورنالیست این آقای حسین مشعشع، همیشه میگم تشعشع، مشعشع به من میگه شما اگر ریپورتر هستید باید نوترال باشین، یعنی بی‌طرف. گفتم آقا شما اگه برنامه من رو نگاه میکنی میکردی میفهمیدی، من همیشه گفتم من نه خبرنگارم نه ژورنالیستم، من موجود برنامه هستم، برنامه‌ای که خودم تهیه کنندشم، یعنی میام اینجا نظرات خودم رو میگم، شما اومدی میگی من میخوام بیام تو برنامه راجع به این چیزها صحبت کنم، میگم بیا، ولی اگه اومدی اولین نفری که، نمیخوام بگم یقتو میگیره که خدای نکرده بی احترامی بشه، اولین نفری که ازت میپرسه خب آقا یعنی چی این مزخرفاتو میگی، خود منم. خیلی خوشحالم که من تنها نبودم، دیگرانم سوال کردن. و آقای مشعشع شما که قول دادی بعدش میای تو فیسبوک به این دوستان کلکل میکنی، چی شد در رفتی؟ از بس بد حرف زدی، از بس حرفایی که زدی احتمالاً خود شاه اللهیا بهت پریدن که آقا آبرو ما رو که بردی، ما اینو قایم میکنیم، این سربی با زبلی تو رو برد اونجا از تو دهنت کشید. من نکشیدم، من که دندون پزشک نیستم که از دهن کسی چیزی رو بکشم. اینم دانشگاه شیراز. بله اجازه کار به کره شمالی در روسیه، روسیه باز داشت تهدید میکرد و راجع به اصطلاح بمب اتم اینا صحبت میکنن، میگفت و اگر یه روزی همچین کار اینا بخوان انجام بدن ما میریم بهشت. خیلی جالبه، مگه این روسیه همون شوروی همون کمونیستان نیستن؟ حالا دیدید که آقای پوتین هم صلیب میندازه تو سینش، و اگه اینا کمونیست بودن که به خدا مدایی چیز نباید باور داشته باشن، یا اینا هم مثل مسیحی یا نوعای مختلف دارن. در صورت دوستان عزیز ساعت 4 بعد از ظهر با آقای حسن ارشاد هستیم، بهشون تبریک میگم 200مین برنامه رو از ایران با همه مشکلات اینترنت ضعیف
با همه مشکلات زن دارم، بچه دارم، نوه دارم، ماشاءالله خانواده بزرگی داره، مغازه دارم، کار دارم، زندگی دارم، با همه اینها اون علاقه و اینجا بهش میگن پشن، اون عشق و علاقهش هست که 200 تا جلسه برنامه تهیه میکنه، ما اینجا این چشممون از این یکی خوشحالتر پخش میکنیم. بله شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید یا خودتون برید برنامه های خودتون رو داشته باشید. ازتون خواهش میکنم به من نگید من چی بگم، اون چیزی رو که میخواین بگین شما بیان جلو بگین، منتظر باشین دیگران ازتون انتقاد کنن، سوال کنن و نظراتشون رو بگن، به همین سادگی. خب ببینم یه دو تا چیز دیگه، نه دیگه ببندم این 6 تا 7 تا انکودر این ور اون ور تا بتونیم سر موقع سر ساعت 4 برنامه آقای حسن ارشاد رو هم شروع کنیم. برنامه ما هم از روی یوتیوب لایو دیده میشه، هم توی فیسبوک و بالاترین و توییتر هم گاهی وقتی این لینک ها رو میذارم وقتی که یادم باشه. بارها گفتم شماها با روزی 10 دلار میتونید برنامه داشته باشید، به جایی که حالا خودتون ویدیو استریمینگ بخرین یا از اینایی که مجانیه مثل یوتیوب و فیس تایم و فیسبوک و اینا استفاده کنید. هر کدوم از اینا محاسنی داره، معایبی داره. اونی که ویدیو استریمینگ بهتون میده سرویس بهتون میده، وقتی اشکالی پیش میاد کمکتون میکنه، تکنیکال سپورت داره. یوتیوب و فیسبوک و اینها you are on your own or at the mercy of the program، یعنی هیچ کسی نیست ای باید مثل امام حسین فریاد بزنی هل من نصره نصره، آیا کسی هست به من کمک کنه؟ من مگه نگفتم تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد؟ اگرم گفته باشید من همه گفتای شما یادم نیست، ولی منظورتون به کی هست آقای یوسفی؟ ممنونم از آقای تهمورس زمانی که ایشون هم گهگاهی برنامه ما رو میبینه. بیشتر ممنونم از سعید، فکر کنم امروز تنها کسی که برنامه من رو با دیگران شیر کرد این دوستمون آقا سعید از کالیفرنیا بود، منم ازش ممنونم. آقای مستشاری هم تشریف آوردن، گفت آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ حالا که ما داریم میریم چرا؟ ولی میتونید برگردونید ویدیوها رو از اول ببینید و قبلا هم به شما گفتم اگه دوست داشتید آگهیتون رو بدید ما براتون پخش کنیم، اقلا خوبه، دوستان بهتون زنگ میزنن بدی ما رو میگن، شما وقتایی که بیکاری بذارشون سر کار باهاشون صحبت کن. از اینکه تلویزیون مردم رو دیدید ممنونم، از اینکه برنامه سوربی با مردم رو دیدید متشکرم. اگه حمایت کنید که دیگه چه شود، ممنون و متشکر. حمایت حمایت حمایت، تلویزیون مردم از مردم با مردم برای مردم و با حمایت مردم. آقای یوسفی میگه منظور من امثال مشعشع اینها در بین خودشان فقط میتوانند حرف بزنن، بقیه بگن به 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 یا چه 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 چه. بله خیلی ممنون. من حالا بهشون میگم آقا بیاین بیرون تمرین کنید یاد بگیرید، اگه این آقای رضا پهلوی هر ماه یه جلسه بذاره بیاد بیرون صحبت کنه عیب و ایراداش میگن، چجوری ما اینجا شدیم آهن آب دیده، هر کسی هر چی میگه قبول میکنیم، جوابشو میدیم، میگیم باشه در موردش فکر میکنیم. اینجا آمریکایی‌ها میگن practice make it perfect، یعنی همون چیزی که خودمون داریم، اون برنامه بهرام گور و کنیزک که گاو و میذاشت، گفت کار نیکو کردن از پر کردن است. تمام اینها تو کار نیکو کردن موندن برای که به تعداد زیاد انجام نمیدن، یه دفعه میان توی برنامه همه هم فکر خودشون، یا اگر هم کسی هم فکر نیست میترسه از حملات اینها ساکت میشه. ولی اگه این برنامه ها رو بیشتر و بیشتر و بیشتر بذارید اینجوری به اصطلاح باز میشه. امروز یه دوستی گفت آقا برنامه شما احتیاج به یه ساید کیک داره، یه ماشینی بود اگه اشتباه نکنم ایسوسو به نام ساید کیک. ساید کیک اونایی که موتور سوارن میدونن، وقتی که جک موتور رو میگن یا کسی که برنامه داره یه نفر اصلیه مثل مرشد و بچه مرشد، یکی ساید کیکه. گفتم متاسفانه ما وقتی ساید کیک میاریم این درست کلمه به کلمه ترجمه میکنه، ساید یعنی این بغل، کیک هم یعنی بزن،
به خودمون میخواد بزنه، به جایی که بیاد کمک ما که ما دوتا با شما در بیفتیم یا برنامه بهتری بدیم، اولین ضربه رو میخواد به خودمون بزنه. اینی که میبینید برنامه ها همه تک 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 و هیچ دو نفری نمیتونن با هم کار کنن. ولی ناراحت نباشید، آقای حسین مشعشع به رهبری آقای رضا پهلوی در راه هستن، باش تا بیان از در و نور امید همه زندگیتون رو روشن کنید. روز روزگارتون خوش، آخر هفته خوبی داشته باشید. مرسی.